دوستان عزیز، خیلی ممنون که بیننده تلویزیون مردم هستید و با برنامه سربی با مردم روز یک شنبه رو پشت سر گذاشتیم. امیدواریم باقی موندهش هم به خوبی و خوشی بگذرد و بشه این نیز بگذرد. و ما امروز یک شنبه 24 ماه اکتبر سال 2021 میلادی و برابر با 2 آبان ماه 1400. این ماه آبان خیلی اوضاع و احوال توش هست. 4 آبان هست، 7 آبان هست، 9 آبان هست و 14 آبان هست. چند تا قیام قرار انجام بشه روز 14 آبان، ببینیم چه خواهد شد. و اما اوضاع و احوال در آمریکا، وضعیت به اصطلاح demand and supply، عرضه و تقاضا، تقاضا زیاده، عرضه کمه و یک طوفان‌هایی هم داره میاد و کشتی‌هایی که مجبور شدن وایسن روی دریا چون بارشون خالی نمیشه، از لحاظ به اصطلاح سیفتی امنیتی و اینها ممکنه در خطر باشن، ممکنه بعضی هاشون حتی باراشون بریزه چون اینها رو خیلی بلند بار میزنن و اینها تا دینش. و الان مشکل هست، از طرفی مردم یه حالت پنیک رو به فارسی چی بگیم، وحشت زده شدن و هر کسی هر چیزی میخواد میره 2-3 برابرش رو میخره. ببینیم که اوضاع چه خواهد شد. و اما اون کمیسیونی که دنبال ماجرای روز 6 ژانویه سال 2021 هست، به کار خودش همچنان داره ادامه میده و این هفته اون یار غار ترامپ رو به اصطلاح گفتن چون نیومده در مجلس شهادت بده، به عنوان به اصطلاح مبارزه با قوانین این مملکت ممکنه بازداشتش کنه، ولی خیلی زمان میبره. البته مهم نیست، همین که این اتفاقا بیفته برای دیگران درسی میشه و پندی میشه. دیشب من بالاخره اون فیلم مستند 4 ساعت در مجلس یا 4 hours at the capital رو تماشا کردم. به شما پیشنهاد میکنم اگر میتونید تماشا کنید، خیلی جالبه، مخصوصا برای دوستانی که هنوز هم باورشون نمیشه که اینهایی که رفتن اونجا طرفداران ترامپ بودن. طرف میاد خودش میگه آقا من به حرف ترامپ رفتم اونجا، بعد حرف ترامپ رو میذارن میگه شما برین منم میام، و اونا میرن، اون آقا میره نوشابهشو برمیداره توی وایت هاوس میشینه تلویزیون نگاه میکنه و این بیچاره ها رو میبینه. الان حدود 700-800 نفر دستگیر شدن، بعضی هاشون به جرم خودشون اعتراف کردن که به اصطلاح زمان محکومیت یا جرم سنگین سبکتری بگیرن. اینها ببینیم چی میشه. چندین نفر کشته شدن، پلیسا زخمی شدن، پلیسا بعضیا خودکشی کردن. اینها این فیلم جالبیه به نظر من. 1 ساعت و 30 دقیقه هست، حتما تماشا کنید. 4 hours at the capital. هفته پیشم آگهیشو من بهتون نشون دادم. و اما ما دوشنبه هفته گذشته رفتیم واکسن سوم که بهش میگن بوستر شات رو زدیم و یک دست دردی گرفتم که نگو و نپرس. البته 2 روز و نصفی طول کشید و برطرف شد. جالبیه که وقتی هم شکایت میکنیم میگن آقا دستم درد گرفت، تب گرفتم، لرزش بدن داشتم، فلانا، میگن آها این نشون میده که این واکسنه خوب بوده. ما به بعضی از دوستان امروز قول دادیم که ساعت 2 برنامه رو شروع میکنیم، ولی بین ساعت 1 و 2 کارامو انجام دادم، تموم شده بود، گفتم بهتر زودتر برنامه رو شروع کنم، زودتر هم به پایان برسونم. امروز ساعت 3 بعد از ظهر با آقای فرزاد نیساری هستیم، به مدت 10 تا 15 دقیقه. چند هفته‌ای با ایشون نبودیم. خیلی از دوستان سوال کردن آقا چی شد، اینها 1 ماه به مردم گفتن که اعتصاب کنید، راه ها رو ببندید، اینجور اونجور، و هیچ خبری نمیشه. متاسفانه من هم خبر بزرگی نشنیدم. بزرگترین خبری که توی این هفته گذشته بود این آقای مجید تفرشی که من 1 بار یا 2 بارم باهاشون مصاحبه داشتم. ایشون کلن تحلیلگر تاریخیه
و میره تحقیق میکنه و اینها، بعد میاد بر اساس تحقیقاتش تحلیل میکنه. همین ماجرای آقای نوید افکاری که همشهری بنده هم بوده، ایشون گفته نوید افکاری درسته که ورزشکار بوده، ولی اونجوری که شماها میخوان ازش قهرمان بسازید قهرمان نبوده. ایشون یه جرمی انجام داده، ویدیوهاش هم موجوده. حالا من یکی مثلا طرفدار اعدام نیستم و میگم که اینو باید نگه میداشتید. اولا خیلی از اینا بعدن میان به اصطلاح اعتراف میکنن، منصرف میشن، میرن برای دیگران میگن، توی مدرسه ها میشه ببرن. این بنده خدا که میگن همون روزای اول اعتراف کرده. البته اونایی که میگن این قهرمانه و عکسای فتوشاپ، عکسای قلابی درست میکنن که در فلان جام جهانی بود و در فلان المپیک بود، اونها میگن این اعترافات هم به اصطلاح دروغینه. کی راست میگه کی دروغ میگه من نمیدونم. یه احمقی پیغام گذاشته، اولا یه چند ثانیه هیچی نمیگه از ترس. خیلی جالبه ها، اینا منم که نمیبینن با من صحبت نمیکنن میترسن. یه چند ثانیه صحبت نمیکنه، بعد که صحبت میکنه شروع میکنه با اون انگلیسی که من از ایشون ممنونم، چون من همیشه فکر میکنم که با این سالهایی که اینجا هستم انگلیسیم خوب نیست، ولی اینا که میان اینجوری صحبت میکنن یکم به خودم امیدوار میشم. بعد این احمق به انگلیسی به من میگه تو ایرانی ها رو نمیشناسی. خب احمق جون، تو که میشناسی بیا قشنگ مثل آدم با فارسی بشین حرف بزن. در هر صورت من اتفاقا چون با انگلیسی صحبت کردی، اون انگلیسی خنددار، یکم خندیدم و بعدم گوش دادم ببینم چی میگه. چون من معمولا اینا رو میندازم تو سطل آشغال، همون جایی که آشغال باید بره سطل آشغال، آشغال دونی. ولی این یکی رو گوش دادم و خب شما که میترسی اسمتو بگی، شما که میترسی شماره تو بذاری، شما که میترسی بگی از کجا هستی، شما که میترسی بگی چه ایرانی بودن چه افتخاری داره، همون بهتر که در سوراخ تاریک و سیاه بمانی تا بمیری. و اما یه دوستی پیغامی گذاشته که براتون پخش میکنم. آقا من یه دوستی داشتم به نام آقای اسحاق بختیاری که سالها بعد از اینکه از آلمانم اومده بودم باز با ایشون در تماس بودم از طریق ایمیل و اینها. اون وقتا متاسفانه یا خوشبختانه این فیسبوک و این چیزا نبود که ما بتونیم مجانی با هم صحبت کنیم و اینها. زمینن همه اونم سر کار زندگی بودیم، همه اون از صبح میدویدیم تا عصر. ایشون 3 تا دختر داشت، من 2 تا بچه داشتم، مجبوریم بدویم کار کنیم. بالاخره خلاصه ایشون فوت شد. ولی این آقایی که پیغام میذاره اصلا منو برد به اون سال 1984-85 که با این آقای بختیاری و خانوادش در آلمان بودیم و بعدم اینجا با هم گوش کنیم و من نظر خودم رو درباره این دوستمون میگم. همین دوستمون، شماره که نداره، اسم که نداره، مثل که میگه از سوئد. بذار ببینیم چی میگه، یه گوش کنیم. خیلی بد ما ایرانی ها اینجوری خودسانسوری میکنیم، اون وقت فوش میدیم با آخوندان که چرا سانسور میکنن. سلام آقای سوری، من از سوئد زنگ زدم. بله ممنونم، من اشتباه کردم، ایشون میگه. اجازه بدین دوستان. سلام آقای سوری، من از سوئد زنگ زدم. آقای سوری من این چیز صحبت خود چندین بار توی سایت نگاه کردم، کلمات خیلی ناجوری استفاده میکنی، خیلی بده. مثلا اینکه تو رسانه باشه همچی کلماتی استفاده بکنه، اینا هیچ چیز جالبی نیست و امیدوارم که کلمات رو یکم بهتر به کار ببره. اینا به هر حال یه رسانه است، شما داری صحبت میکنی و مردم دارن بهت گوش میدن. خیلی ممنون، خدا هست. خدا نگهدارت باشه. باور کنید صدای شما، طرز صحبت کردن شما مثل اون دوستمون مرحوم آقای اسحاق بختیاری است. خیلی ممنون که یاد اونو زنده کردی. دوست گرامی، من نمیدونم تلویزیون سوئد چجوریه، رادیو سوئد چی بود چجوریه، ولی آلمان بودم میدیدم. اولا اونجا که همه چی رو لخت و پتی نشون میده هیچ عیبی نداره، ولی یه مقداری به نسبت تلویزیون آمریکا خیلی چی میگن قاشق چنگالی حرف میزدن. ما اومدیم آمریکا، تلویزیون رو زدیم، دیدیم آقا شوخی میکنه، آقا کاغذ با آخر برنامهش کاغذ رو پرت میکنه تو چیز و اینا. بعد گفتیم بابا اینا مثل که راحت ترن، آزاد ترن. ولی من یه سوالی از شما دارم، چون این اتفاق همون اوائلی که من اومدم تو تلویزیون برای بعضی هم بود
یه نفر زنگ زد گفت آقا زن بچه ما نشسته اینجا، شما چی میگین؟ گفتیم بابا چی گفتیم؟ حالا اینقدر هی فس فس میکنی، چی گفتیم که شما اینقدر دگرگون شدید؟ گفت شما توی برنامه گفتید فلانی احمق. گفتم خب احمق، اگه یکی احمقه باید بگم چی؟ بعد گفت که نه بچه ما. گفتم بچه های شما چند سالشونه؟ گفت 16 سال. گفتم پسر؟ گفت بله. گفتم پسر شما معنی احمق رو میدونه؟ گفت بله. گفتم کی بهش گفته؟ واقعا کی بهش گفته احمق که یاد گرفته؟ بعد دوست عزیز، اگر شما تلویزیونی میخوای که جلوی دوربین عصا قورت داده باشن، برنامه گذاشت شاهین غلامرضایی خیلی قشنگ گفت من نمیدونم این ایرانی ها انگار عصا قورت دادن، تلویزیون های لس آنجلس برو اونجا نگاه کن. ولی اگه تلویزیونی میخوای که شما تو کوچه و خیابونم اگه من دیدی همین که میشنوی، اینجا خیلی خوش آمدید و این حق انتخاب شماست. ولی ای کاش شما میگفتی آقا در برنامه فلان روز در دقیقه یا زمان فلان شما گفتید اینجوری. یه جوکی هست در این باره که یه نفر میره کلانتری شکایت میکنه، بعد آخرش دیگه میرسه به اینجایی که به افسره هم میگه آقا این حرفا چیه؟ اینجوری که اینجا کلانتری احترام داره؟ مثل شما میگید اینجا رسانه است، میگه آقا اینجا کلانتری احترام داره. میره میگه جناب سروان فلان چی به زبان کلانتری چی میشه؟ آقا نکنید این کارو، خودتون باشید. ببینید اون بدبخت ابله نادانی که میاد زنگ میزنه، گوشی رو همینجوری میگیره دستش، بعد چند ثانیه تازه فکر میکنه اگه با انگلیسی صحبت کنه ممکنه مثلا من صداشو اصلا من نمیشناسم، حالا با انگلیسی صحبت میکنه، بعد انگلیسی کم میاره فارسی صحبت میکنه. خب بیاد بگه دردش چیه، بیاد بگه مجاهده، طرفدار شاهه، بیاد بشینه حرف بزنه. ما که اینجا نوشتیم، همیشه هم گفتیم، همه میتونن در تلویزیون مردم برنامه داشته باشن و این رو هم در 22 سال گذشته ثابت کردم. من به کردا برنامه دادم، به ترکا برنامه دارم که متاسفانه همشون هم، من نمیخوام کلمه نمک نشناس استفاده کنم، آدمای بی معرفتی هستن، آدمای بی صفتی هستن. حتی هفته پیش برای اون آقای رحیم رشیدی نوشتم که رحیم رشیدی نوشتم که آقا من وقتی به کردا برنامه دادم خیلی از بینندگان اعتراض کردن، گفتن آقا درسته که شما آزاد منش هستی، ولی اینا افرادی هستن که خودشون رو میفروشن برای اسلحه و برای پول. گفتم من نه تاریخ بستران، نه سواد تاریخی دارم و نه سیاسی، شما اگه میخواین بیان صحبت کنین، که اونم نایمد، اونم هر روز توی جلسه یه دنبال اینه که یه جایی یه پولی یه مقامی بهش بدم. بله هنوز افرادی هستن که فکر میکنن کره زمین صاف است. شما باورت میشه این آقای پروفسور رضا سلامی همشهری ما، بچه داداش دکتر سلامی شیراز، هنوز میگه بله کره زمین صافه. میگم آقا شما با هواپیمام که میری بالا وقتی نگاه میکنید یکم اون به اصطلاح چی میگن کره وقتی چیز هست اونو متوجه میشید، ولی دوستان برید روی گوگل ارت، یا بله همون گوگل ارت بزنید. من الان با این کامپیوتر زدم، صفحه آماده است، بهتون نشون میدم. این همون چیزی که احتمالا تو اخبار هوا و اینها هم شما میبینید، چون اینا معمولا از ماهواره ها این عکس رو میگیرن. Select area، بذارید من تمام این کامپیوترم رو بذارم اینجا شما ببینید، کامرای 3. بله این همون چیزی که شبام تو اخبار مثلا ببینید میگه اسپانیا، بعد اینجوری میکنه هی میره پایین میره پایین، یا اینجوری ماوسشو میگیره میره پایین، شهرها کوها اینا رو نشون میده. من گاهی وقتی شیراز رو نگاه میکنم، خونه خودمون اون هنرستانی که درس میدادم نگاه میکنم، جاهایی که میرفتیم میمدیم تفریگاه ها و اینا رو نگاه میکنم. و اما شما اینو نگاه کنید، من دیگه نمیدونم شما چه دلیلی بیشتر از این میخوان که یه ماهواره این بالا آقای گوگل فرستاده و اینا برای شما اینو اینجوری قشنگ هر جوری که دلت بخواد میتونی بچرخونی. برو نمیدونم
شمال برو جنوب. البته این در شمال و جنوب و شرق و غرب بعضیا اشکال دارن، میگن شما وقتی شرق هستی خب خیلی بری اینور دوباره میشی شرق، اینی که گفته ما غربی هستیم شما شرقی هستین اینا مزخرفه. البته موضوع ما اونا نیست، موضوع ما اینه که مثلا این ماداگاسکار شاخ آفریقا میری اینجا، خب چجوری اینا امکان داره این عکس ها رو دروغی درست کرده باشن اینا رو دروغ. و شما اگر ماهیانه به گوگل پول بدید، لایو گوگل یعنی ریل تایم رو میتونید استفاده کنید. به به دوستان اینجا هستن، پنیک دلهوره، بله تشویش دلهوره، آفرین آقای اکبری امروز نوشته بود یه ماهی شده منو بلاک نکردن نگران شدم. رضا سلامی من میشناسمش، بچه عاقلی بود، مثل اینکه مشنگ شده. والا همه ماها توی دورانی مشنگ میشیم برمیگردیم دوباره و الی آخر. آقای رهایی عزیز میگه same here, I got my booster on last Friday but no pain whatsoever. حالا که میگن هرچی هم دلت خواست بزن، دوستان عزیز این گوگل ارت رو من بهتون نشون دادم، خودتون برید یه چرخشی بزنید. مثلا این هندوستانه، خب آدم اینجوری با یاد میگیره هندوستان بیاد این ورتر، بعد منگولیا و چین و روسیه و ایران و اینا همه رو شما میتونید به اصطلاح ببینید. مثلا یه الان ترکیه هست، خب ترکیه رو که میبینی نزدیکش ایرانه، یونانه، عراقه. ببینید این عراق، این عربستان سعودی، این یمن، این بالا ایران الان. و ایران ما همینجوری میریم جلو، شیراز و اینا رو بهمون میده. ببینید همه کوه و کمر. به این میگن گوگل ارت، ارت یعنی زمین، کره زمین، ای ای آر تی اچ. و آلمانی ها میگن ای آ آر یا قر، میگفتن قر، تی اچ هم ها میگفتن. بله اینجا الان مثلا من میبود رو دیدم، ببینید میبود، این آقای میبودی از اینجا اومده، میبود و اینها و اردکان و الی آخر. در صورت حالا امیدواریم آقای سلامی هم عقل سلیمی پیدا کنه. و این حسابی طرفدار ترامپ شده بود، بهش گفتم آقا این مردک شارلاتان دیوانه است، تو چی میگی؟ و اما حالا چون صحبت از ترامپ شد، ترامپ بالاخره رفت یک وبسایتی را انداخت، توی یک روز هم کلی پول به اصطلاح کلی قیمتش رفت بالا، ولی همه میگن که این میاد اون چیزا رو میبره بالا، بعد میفروشه سهم خودشو، بعد اونو بیچاره میکنه و اینها. و اما فیسبوک به دنبال این هست که اسمش رو عوض کنه، هنوز من دلیلش رو متوجه نشدم چرا، ولی شوخی های مختلفی هست توی به اصطلاح تلویزیون و اینها که چرا میخواد اسمش رو عوض کنه. و امروز یکی از دوستان پرسید یه آقایی بود شما سال 2003 باش مصاحبه کردید، غلام حسین مصبا، من بعدن هم تو تلویزیون مردم باش مصاحبه کردم و ایشون نوشته بود چه خبر، نوشتم که والا ایشون هم اسمشو روی چیز می نویسه مصباح میلک وی، میلک وی همون راه شیریه. و من نمیفهمم چرا دوستان ایرانی اسمشون رو عوضی میپرسن. مثلا این آقا اومده عکس شاه مسعود چی بود اون احمد مسعود رو گذاشته روی چیش، و اصلا ما هیچ قانون و اینا رعایت نمی کنیم، خود فیسبوک هم دیگه براش مهم نیست. اینم از این. و اما دوستان شما هم تکس ها و ایمیل هاتون ملاخور میشه، گم میشه تو را. من اون روز چند تا تکس پتیک برام فرستاده بود، بعد گفت که خبری نشد، فکر کردم که تو را گم شده. یکم این ور اونور نگاه کردم، بعد همون موقع خودش شروع کرد اونا رو فرستادن. گفتم آقا اون وقتا میگفتن که سر گردنه ها دوز وایسادن، بعدن میگفتن مواظب باش ملاخور نشه. نمیدونم اصل این ملاخور نشه از کجا اومده، ولی ببخشید، ولی الان دیگه میگن مرسومه. و ما میبینیم که حتی جوک میگن، میگه توی تاکسی یکی گفت ملاها دزدن، یه نفر اعتراض کرد، اون گفت آقا مگه شما ملا هستی؟ گفت نه آقا من دزدم، ولی شما چرا به دزدا بی احترامی میکنی؟ این همین میگه برای تکمله صحبت شما و تنوع ملک عبدالله، این تکمله دیگه چیه؟
عبدالله یا ملک سلمان در تلفن مستقیم با یکی از سرنشینان ماهواره از خواست برود کنار پنجه ماهواره و به او بگوید واقعا زمین گرد. میگه در تکمیل صحبت شما، ملک عبدالله یا ملک سلمان در تلفن مستقیم با یکی از سرنشینان ماهواره گفت اینجوری: آقای زمانیان عذر میخوام، من به ایشون گفتم ساعت 2 برنامه رو شروع میکنیم، ولی آقا نشستم اینجا و حوصله‌ام سر رفت، زودتر شروع کردم. حالا از هر جاش دیدی، برای شما این اتفاق افتاده بود که یه وقت بلیت سینما می‌خریدی، منم مثلا برای تو ایران میگفتیم سانس، ولی سیانس 8، ولی از 6 اونجا حالا تخمش خورده بودی، ساندویچ خورده بودی، حوصله‌ات سر می‌رفت تو سینما، اول آخر فیلم رو می‌دیدی، بعد دوباره می‌نشستی از اول می‌دیدی. صحبت از فیلم شد، پریروز اینجا یه اتفاق توی آمریکا، یه اتفاق بدی افتاده، بیچاره یک خانمی کشته شده با اسلحه این آقای بالدوین، اون کسی که نقش ترامپ رو در ویدیوهای مسخره در میورد، هنرپیشه است، فکر کنم 2-3 برادر هستن که هنرپیشه هستن، گویا اینا توی سینمای آمریکا سعی میکنن از تا اونجایی که میشه از چیزهای حقیقی استفاده کنن. اینایی که مثلا از دریچه‌ام میپرن پایین و اینا، بعضی وقتا از حقیقی استفاده کنن، پای طرف میشکنه. به خاطر همینه فیلمای آمریکا بیشتر به دل میچسبه. ولی میدونید پسر بروسلی هم با شلیک گلوله در صحنه فیلمبرداری کشته شده. حالا این اتفاق دوباره بعد از چندین سال، سال 2021 بیفته و اسلحه رو بدن دست این نقش بازی کنه، شلیک کنه، این بمیره، اون یکی هم زخمی بشه، این واقعا جای تأسفه و شاید باید یک جای قانونن یه نگاهی به این بندازه. اینایی که اسلحه دارن اینا میدونن. توی ایران هم، توی ایران میگفتن تیر مشقی، من هیچ وقت متوجه نشدم. ما زمانی که حکومت نظامی بودیم یه سری تیر پلاستیکی دادن برای جسه به همون بلندی بود، فقط شکلش به جایی که اون مس باشه مثل پلاستیک بود، ولی بعد که اوضاع وخیم شد اونا رو گرفتن، همه چیزا اسلحه شد. ناگفته نماند، همه حقیقی شد، ناگفته نماند شد. با همون تیر پلاستیکی هم یه سرباز توی شیراز کشته شد، توی ریو نشسته بودن روبروی هم، گویا یا خوابش برده بود یا هرچی، دستش روی ماشه بوده، دوستش رو زده بود، که اینم یکی از به اصطلاح بیچارگی مردم بدبخت هست که بچه‌شون رو مجانی میفرستن سربازی و بعد بیان روبروی هموطناشون وایسن، بعدم اینجوری، اینجا بهش میگن فرندلی فایر، با فرندلی فایر کشته بشن. و تو آمریکا هم هست، طرف از اینجا فوتبالیست پول خیلی خوب ول کرد رفت عراق، چون به دروغ بهش گفتن اگه وطن پرستی باید بری اونجا، همینا به دروغ به اینا گفتن اگه وطن پرستی بیا کپیتال چنین چنان. این فیلمه رو دوستان حتما ببینید، 4 ساعت 4 hours at capital، این داکیومنتری فکر کنم یه انگلیسی درست کرده برای BBC 2، و طرف میگه آقا من خب این رئیس جمهورمونه، هر چی گفت من باور کردم، رفتم اونجا، بعد دیدم خودش که نیامد هیچی، بعد دروغ میگه، میگه اینا آنتیفا هستن، من آنتیفا نیستم، من کابوی فور ترامپ هستم، اون یکی دیگه میگه من پراود بوی هستم، اون یکی دیگه میگه نمیدونم فلان هستم. بگذریم از این ماجراها، و ترامپی که به همه ایراد میگرفت که اگر اینا راست میگن چرا توی دادگاه تیک فیفت میکنن، خود شالاتانش اصلا حالا داره در میره، فرار میکنه، که بلکه از دست این تله به اصطلاح کنگره و سنا رهایی پیدا کنه. حالا نمیدونم چی میشه، قبل از این ماجرا ممکنه سقط بشه، دوباره بگذره کشش بده. و توی این فیلم توضیح میده که میگه اینا اصلا یکی برنامه داده بوده به ترامپ که اینا که اینجوری شد، کپیتال که اینا ترسیدن رفتن، اون وقت چون کپیتال نیست، قانون نیست توی این مملکت، تو حکومت نظامی اعلام کن و بیا بشو پادشاه. اینم 6 حالت بهش گفته بودن. خب سلام سوربی جان، مرسی. آقای زمانیان منم به شما سلام میکنم. There are 4 Baldwin brothers. احتمالاً همشون الان حال خوبی نداره. میگه که there is not supposed to be any live ammunition on the set. میدونم، میگن معمولاً بلانک استفاده میکنن که فقط صدا میده و اون آتیش و اینا هم از توش میاد، ولی چجوری بوده به قول شما live ammunition، یعنی
گلوله حقیقی بوده و اینها، اون رو دیگه حالا بعداً در بررسی‌ها پیدا می‌کنن. ولی اگه خیلی عجله دارید زنگ بزنید به یکی از تلویزیون‌های لس آنجلسی، براتون می‌بافن که آقا بله این فلانی با اون پولش نداده بود، اینجوری شده بود. بهتون گفتم سال‌ها پیش یه هواپیمای از فرودگاه بلند شد، فکر کنم اون موقع فرودگاه خمینی هم نبود، و یه ساختمونی اون نزدیکای مهرآباد بود، این رفته بود خورده بود به اینا. حالا همه دارن صحبت میکنن، تو ایران میگه ما باید بررسی کنیم چه خبره. این یادمه یه تلویزیون رنگارنگ داور، یه نفر بهش زنگ زد و ما دجو من میدونم چی شده، این سران سپاه توش بودن دسیسه شده زدنش به دیوار. گفتم چه خوب شد، حالا برو خورشت نسوزه. اینم ماجرای ما ایرانی ها. و اما یه برنامه رو فردا ضبط میکنم، مناظره آقای حسن ارشاد با سخنگوی جامعه بهایی آقای فرهاد ثابتان. من فکر کنم یکی دو بار با فرهاد ثابتان مصاحبه کردم، وقتی که دید من یک کمی دانشم راجع به این بهاییت و اینها رفت بالا و ممکنه یقش رو بگیرم توی جواب دادن، دیگه حاضر نشد. ولی جالبه، نمیدونم این آقای حسن ارشاد چجوری اینا را راضی میکنه که بیان و بیش از 2 ساعت در کلاب هاوس با هم مصاحبه کردن. دوستان دستن در کار هستن که این کار رو انجام بدن، لینکشو برای ما بفرستن و ما هم به شما نشون بدیم این رو در این روزایی که میاد. بله، مرحوم داور میگه داورم چون رفته دیگه بعدش بگیم مرحوم داور. اتفاقا آقای رهایی اون تلویزیون رو تو همین وینا اون خونه و ایناشو گذاشتن برای فروش. اتفاقا یه نفر میگفت که این عطاوکی بیچاره تا شنید داور فوت شده رفت اونجا و وایساد، کسی که حالا قبلش به داور فوش میداد میگفت این مأمور جمهوری اسلامی بوده، این چنین و این چنان، هی گفت و گفت و اینا، که بلکه اگه بتونه با افرادی که هنوز دستن در کار تلویزیون هستن که من نمیشناسم کار کنه. ولی اونا چون سابقه ایشون رو میدونستن باهاش کار نکردن، حتی خونه هرم نگذاشتن این لیست کنه. و اگه اشتباه نکنم خواهر داور که ریلتور هست، وقتی شما اونجا میری نوشته فامیلش ویسه، اون لیستش کرده. اگه کسی خونه ای میخواد که بخواد بزنه زمین، چون این خونه همون 20 سال پیش که من میرفتم هفته یه بار دو بار اصلا خونه نبود، و این همون مدرسه ایرانی هاست. حالا بیان ببینید بیچاره ایرانی ها تو چه مدارسی میرفتن درس میخوندن و این یاد گرفتن زبان فارسی رو همینجوری یدک کشیدن به خودشون. و اما دوستان، هفته پیش ما راجع به یک پسری که ساعتش رو دزدی بود، اون از ساعتی که میخواست دوچرخه بخره، و آقای دایی محسن صحبت کردیم و به شما گفتیم، یه شماره هم گذاشتیم که اگر کسی میخواد کمک کنه. نمیدونم کسی کمک کرد یا نه، ولی اینو میدونم که اون آقای دایی محسن دوچرخه رو تهیه کرده، با دوستاش برده، من اینجا ببینم پیداش کنم، برده داده به این آقا یا آقا پسر، و یه فیلمی هم گرفتن. ولی دوستان، تو رو به هر کی دوست دارین فیلم رو اینجوری نگیرین، عمودی تا کامپیوترتون رو نگیرین. میدونم اینستاگرام و اینا اینجوریه، ولی همونم دیدید چه مسخره است. مثلا میبینم آقای آبتین مهمون میاره، بعد خودش میره بالا، مهمون میاد رو سرش، میاد رو زیر پاش. تا بوده و نبوده میگفتن مهمون نمیدونم حبیب خدا شما روی چشم ما جا داری، روی سر ما جا داری. ولی اینستاگرام احمق و پروگرام های دیگه که همش این بچه ها اینجوری میگیرن، اینا رو اینجوری میکنه. در هر صورت تلفنتون رو افقی بگیرین، شما نگاه کنید چشمای ما اینجوریه، اینجوری که نیست که، دو تا چشم، اینم اینجوری، تلویزیونتون اینجوریه، مانیتور کامپیوترتون اینجوریه. و وقتی این فیلم رو اینجوری شما ضبط میکنی، دو طرفش سیاه میشه. از اون بدتر میاد خود فیلمه رو دو قسمت میکنه، میندازه اینور، به صورت اینجا بهش میگن بلری، یعنی تار، یه چیز مزخرفی میشه. و من برای این دایی محسنم فرستادم که آقا این فیلم ها رو سعی کن چیز بگیری. و برای من یه کمی عجیب بود که دایی محسن فیلم درست حسابی تهیه نکرده بود از این دوچرخه و بچه و اینها. احتمالاً چیز بوده دیگه، به اصطلاح امکانات محدود،
و حالا من اینو به شما نشون میدم با هم ببینیم و خیلی خوشحالم که این عمل انجام شد. این عکس و نوشته و اینها رو هم بهتون نشون میدم. ببینید الان چون این دوربین رو اینجوری گرفتن، اولا چقدرش سیاهه، چقدر بغلش سفیده. من اگه بخوام فقط این آقا پسر رو نشون بدم که دیگه اصلا بذارید براتون اون کار انجام بدم، ببینید چی میشه. Select area اینجوری از اینجا تا اینجا 45 ثانیه. ببینید دوستان این قسمته، ببینید این قسمت سیاه میشه، این قسمت سیاه میشه، در صورت که شما میتونید از تمام صفحه لذت ببرید. خب حالا با هم این صحبتای این دوستمون رو بشنویم. احتمالاً خود همین دایی محسن رفته اونجا باهاش صحبت کرده و اینم اون مغازه‌ایه که یا دستفروشی که این ساعتش گذاشته بوده برای فروش و یک به اصطلاح آدم علافی یا آدم چی بگی آدم واقعا بهش، یه جانوری اومده این دوچرخش رو ازش، اون ساعتش رو ازش دزدیده. این نتونسته دوچرخه بخره ولی پول تهیه شد. حالا بشنویم. این مردم هم مفتاد برای چی اصلا میخواستی ساعت رو بفروشی تو؟ خب ببین الان ما یه سری از دوستای بابات، خب از بچه های توییتر کلی آدم ها، هم بابات بوده هم یه سری بچه های توییتر بودن از آمریکا، از انگلیس، کلی جاها، همه با هم پول گذاشتیم برای یه دوچرخه خرید. دوست داری الان بهت بدیمش؟ آره؟ برو اونجا برش دار. آها نمیدونم چرا فیلم اونجا قطع شده ولی این دوچرخه عکسش هم اینجا گذاشتن و در هر صورت این دوچرخه رو خریدند و به این آقا پسر دادند. دوستان اینه. و اما حالا شما اینو داشته باشید که من همیشه گفتم آقا هی نگید که یه روزی من یادم به این آقای یزدان خدا بنده گفتم که آری به اتفاق میتوان جهان گرفت. خندید گفت آقا جهان پیشکشه، شما خونه خودتو کوچه خودتو اینها رو داشته باش و تمیز کن و اینها، جهان پیشکشه. آمریکایی‌ها یه زبان زدی دارن میگن فکر، think global، یعنی در حد جهانی فکر کنید ولی act locally، ولی در حد محلی عمل کنید. کاملا هم درست میگه. ببینید من نیومدم بگم من برای همه بچه های ایران که دوچرخه ندارن میخوام دوچرخه بخرم، پول بفرستید. اگه اینو میگفتم از این آقای رهایی که منو میشناسه تا اون آقای زمانیان همه میگفتن آقا این سربی هم شد مثل فلان شارلاتان، شد مثل فلان دوز، میخواد پول جمع کنه و الا مگه میشه برای همه بچه های ایران دوچرخه بخری؟ ولی چون آمدیم صادقانه همون چیزی رو که دیده بودیم، اون از دل نوشته بود، لاجرم بر دل نشسته بود، ما هم نقل کردیم، شما هم عمل کردیم. نمیدونم کیا پول دادن یا ندادن، اصلا مهم نیست. مهم اینه که یه جایی یه نفر چند نفر کمک کردن، یه پسر بچه‌ای که یه آدم معتاد اومده اینو ازش دزدیده برده و یه خاطره بدی براش گذاشته، حالا این خاطره خوش جایگزین اون شده. من از یکایک اونایی که کمک کردن تشکر میکنم، ولی یه تشکر بزرگتر دارم از آقای پتیک عزیز که این چک رو فرستادن، همون مبلغ 80 دلاری که ما گفتیم 2 میلیون ایشون فرستاده، گفته دوچرخه رو من میخرم. بارها بهتون گفتم ما تا یه چیزی میگیم، من فکر کنم اگه یه روزی من سکته کنم زنگ بزنم به بیمارستان و امرجنسی و اینا، پتیک زودتر میاد اینجا. ما تا یه چیزی میگیم، از زمانی که برای یک آدمی که فلج بود توی یزد به اصطلاح توالت و حمام و صندلی چرخدار و اینها گرفتن، نه من، اونا کمک، من گفتم اونا کمک کردن، تا امروزی که میخواستیم یه دوچرخه پتیک این کار رو انجام داده. من تا این رسید به دستم براش نوشتم که آقا اون دوچرخه رو خریدن و
بهم بردن و قرار شده هم جمعه فیلم بگیرن. این فیلم هم که به شما دادم مال جمعه بود، ممنونم از هم. ولی حالا امروز این چکه اینجاست، من هنوز دیپازیتش نکردم. من چند تا چک دارم از بتی که دیپازیت نکردم، چون به دلایلی فرستاده بوده ولی اون موضوعا حل شده، گذشته، احتیاج نبوده و ما فقط به عنوان تشکر گذاشتیمش اینجا. من دوستان، حالا یا کار درستی هست یا نیست، اینو انجام میدم. اون جایی که کارگرها وای میسن، از صبح ساعت 6 میام، کافی میخوره، صبحونه میخوره، اینا رو هی پول باد بده بیچاره، تا یه نفر بیاد ساعت 7 اینو ببره سر کار تا 3 بعد از اون. حتما شما دیدی یه روز بارون میاد، اینا همونجوری اونجا وایسادن مثل جوجه زیر این بارون. یه روز 100 تا کارگر اومده، 60 تاش رفته، 40 تای دیگه اونجا مونده. و اینا اکثرشون زن و بچه دارن، با وجودی که جوان هستن، اینا چون از کشورهای دیگه اومدن زن و بچه دارن، بچه هاشون منتظر شیر و پوشک و این چیزا هستن و اینا روزمزد هستن، یعنی امروز باید کار کنه تا شب بتونی یه پولی ببره خونه. من مثلا دو هفته پیش رفتم دم یوهال یه وسیله بخرم برای یه ماشینی، فقط یوهال داشت، اینایی که پشت ماشین میکشن اینا، و دیدم دو تا جوون وایسادن. بعد به من گفت بیا عقب عقب کمسن نزنی ببین. گفتم اوکی خیلی ممنون. بعد بهش گفتم اینجا کار میکنی؟ گفت نه، ما اینجا وای میسیم، هر کی میاد ماشین کرایه میکنه، اگه کارگر بخواد میریم باهاش. یه نگاه کردم دیدم الان ساعت 12 ظهره و اینا هنوز وایسادن اونجا. دوستان، لازم نیست شما برای 1,000,000 برنج بخری، شما لازم نیست هندوستان رو سیر کنی. اون چیزی بود که میگفت دو نفر داشتن کنار دریا رد میشدن، این ستاره های دریایی افتاده بود کنار، یکشون برداشت بردش گذاشت تو آب. طرف بهش گفت که آقا این همه ستاره، حالا تو میخوای چه کار کنی؟ گفت من این کاری که انجام دادم برای این یه نفر مهم بود، اون الان دوباره زنده است و دوباره در آبه. اوکی؟ من به این دوتایی 20 دلار گفتم این برای نهارتون آن می. اون ورشم یا مکدانل بود، چون سیلور چیز بود، قبلا بسته بود، دارن تعمیرش میکنن. همینجوری اشاره کردم، یعنی نهارم نهار رستورانی نیست، یه نهار ساندویج. اینجا یه نهار ساندویج مکدونالد 7 دلار 10 دلار، بین 7 دلار تا 10 دلار میشه که یه نوشابه و اینام باشه. اصلا شما با نگاه اینا رو میدیدی، میدونی؟ و چیزی هم نیست که وایساده باشه گدایی کنه، معتاد باشه، چون آدم نمیدونه به اونا کمک کنه یا نکنه. الان توی شهر ما یه جایی سر چهارراه تابلو زده لطفاً به اینا پول ندید، چون اینا هم باعث تصادف هم باعث ترافیک اینا میشن و وقتی پول ندن میرن. میگه بهشون بگید به این شماره زنگ بزنن. دولت تابلو درست کرده گذاشته، میگه آقا خانم تو اگه حقیقت میگی به این شماره زنگ بزن. ما داریم مالیات میدیم، ما که مثل قدیم نیست که به مسجد پول بدیم، خمس و زکات اونا به شما بدن که بعد دیدیم همش خودشون خوردن. ما مثل کلیسا نیست که 10% حقوقمون بدیم به شما بعد خودشون بخورن. قانون و سوشال لایف، زندگی اجتماعی الان اینجوریه که شما مالیات میدی، بعد میگه آقا این سوربی اگه سر کار افتاد شکست پاش نتونست چی کنه، این بیاد اونجا، نره کلیسا، نره. نمیگن نرو، ولی میگن این، یعنی قانون عوض، چیزا عوض شده شکلش. حالا اینا بیچارا بعضی هاشون نمیدونن، بعضی هاشون زبان بلد نیستن، بعضی هاشون مدرک ندارن که بتونن ثابت کنن اینجا اقامتشون قانونی هست و اینا. در هر صورت من گفتم دیروزم برای پتیک نوشتم که چکت رسید ممنونم. یکی از اون ایمیلایی که گم شده بود همین بود که من برای ایشون نوشتم چکت دیروز رسید، تشکر میکنم، روز یه شنبه درباره صحبت میکنم. بعد ایشون از من میپرسید که چک رسید، اگه نرسید دوباره بفرستم. شما خودت بگو کدوم یک از ما همت میکنیم بریم بشینیم یه چک بنویسیم بفرستیم برای یک، اطمینان میکنیم بفرستیم برای یکی که اون هر کاری میخواد انجام بده. در صورت پتیک جان اگر میخوای من این کارو انجام میدم. من فقط هم به کارگران نیست، من اگه رستورانی هم میرم یه 10 دلار 15 دلار 5 دلار اضافه تر بدید به اون کسی که اونجا کار میکنه. مخصوصا الان اگه رو کاغذت می‌نویسه 15%
مالیات مالیات نه انعام اینقدر میشه، 18 اینقدر میشه، 20 اینقدر میشه. تو اروپا که اون وقت که ما بودیم رسم نبود، من دفعه قبلم که رفتم هنوز به این صورت نیست، ولی تو آمریکا از روز اول اینجوری بوده که به کارکنای مثل خدمتکارای رستوران حقوق چندانی نمیدن و اونها بر اساس انعام شما زندگی میکنن. و اینه که سرویس در آمریکا عالیه، هی میره میاد، آب میخوای، چیز دیگه میخوای، این کافی بود، اون کافی بود. ولی تو آلمان همون دفعه آخرین که ما رفتیم نشستیم، اصلا طرف نمیاد، باید دست بلند کنی، جیغ بزنی. حالا شاید بهتر شده باشه، امیدوارم. خب اینم از این ماجرا. میگه فشنگ مشقی نباید مرمی یا سرب منتسب داشته باشد. مرمی من نفهمیدم. خب با آقای اتابکی میگفتن وضعیت چند چجوره، جنس چجوره، خیلی خنده دار بود. همین الان هم میاد بدبخت میشینه 4 ساعت برنامه میذاره، بعد مسخرش میکنن، بعد میگه که هی به هم میگن که قیافت اینجوریه، تو رو خدا قیافه من بده. خب آقا این سیبیل مال زمانی بود که 20 سالمون بود، 30 سالمون بود، دیگه الان تو این سن سال رگای اینجا اینجوری زده بیرون، صورت اینجوری و یه سیبیل اینجوری گذاشتی. من نمیدونم، این بنده خودم خب زنش فوت شده، زنش نیست که بهش بگه این چه قیافه‌ایه، پسرش هم که از روز اول اصلا با این رابطه ای نداشته و اینها، بماند در اصل هر جوری میخواد زندگی کنه، برای من و دیگران مهم نیست. و اما دوستان، میگه این غذاهایی که شما در یخچال نگه میدارید سمی میشوند. به فارسی همین جمله رو بنویسید، این غذاها در یخچال سمی میشوند. بعد ببینید چه چیزایی نوشته. بعضیا فکر میکنن مثلا یه چیزی رو که میذارن تو فریزر، حالا چرا ایرانی ها میگن فریزر، میذارن تو فریزر مثلا میشه سالها نگهش دارن، ناگفته نمانه که سالها گوشتای مونده رو دادن به همون، چه در دوره شاه، چه در دوره دیگران، چه در ارتش شاه. حتی من یادم اون کن و کنسرو و اینا رو تاریخ گذشته میدادن، میگفتن باید خراب عوض بشه اینا بره نمیدونم. خاله دوچرخه و کمک دوستان و همت پتیک، ممنونم به افرادی که برای این کار ایستادند و بودن با ما، تشکر میکنم. دوستان حتما شنیدید میگن که 3 تا چیز سفید هست که شما رو میکشه، یکی روغنه، یکی شکره، یکی نمک. دیروز من داشتم رانندگی میکردم، یک گزارش کامل مستند تو رادیو داشت دربارش صحبت میکرد، گفت خیلی ها به خاطر اینکه حالا اومدن نه نمک میخورن، نه روغن میخورن، نه شکر میخورن، ماهیچه درد، سردرد، سرگیجه و خدا میدونه چه اشکالای دیگه. میگفت همه اینها رو اینجا میگن moderate، یعنی چیکار کنید، به اندازه، اندازه نکودار. این شعره رو اگه بلده اینجا بنویسه، اندازه نکودار. بله اینم از این. بله اون آقای عطابکی هنوزم گاهی وقتی برنامه داره، هنوزم مسخرش میکنن و امیدوارم خوشحال باشه. خب بالاخره این یه راهیه برای بعضیا خودشونو مشغول میکنن. من یه هفته‌ای بود هر وقت فیسبوکو میزدم میدیدم یه چند تا دختر جوون یا زن جوون نشون میده، هی یه جورایی دارن با خودشون بازی میکنن. خب فیسبوک اجازه نمیده که اینا لخت بشن، ولی اونا از لخت بدتر انجام میدادن. من گفتم خدای چرا اینجوری شد. دوستان نگاه کنید، این توی فیسبوک این پایین 3-4 تا آپشن یا گزینه داره، این هومه که شما هر چی بزنی مال خودتو اینا رو نشون میده، این یکی بغلش گیمینگه. نگاه کنید، حالا همین خانمه میاد، حالا دوتا توپ میاره، بعد پیرنشو عوض میکنه، میشینه، بعد از اون و نگاه کن بچه و اینا هم پشت سرشون ها، ولی شده یه منبع درآمدی براشون. بعد یکی نوشته بود من نمیفهمم، تو یه ویدیو گیم گذاشتی اونجا بازی میکنه، خودت این کناره نشستی هی دست میکنی تو سینه تو هی بعد گفتم نمیخواد بفهمی. ببینید الان بیننده ما ممکنه 5 تا 3 تا 4 تا باشن، 19800 نفر دارن این خانم رو نگاه میکنن. 19800 ببینید چه کار داره میکنه، ببینید چی میگه. هیچ، مردم دیوونه شدن، روانی شدن. اینم از این ماجرا. و اما
ساعت 3 با آقای فرزاد نیساری خواهیم بود. این هم ماجرای فیسبوک. فیسبوک در این فکر هست که اسمش رو عوض کنه. چرا حالا ما نمیدونیم، لابد بعدن معلوم میشه که چه ماجراهایی پشت این بوده. خب بازم ممنون از دایی محسن. و اگر آقای پتیکان عزیز برنامه منو دید، لطف کنه به من راجع به این چک 80 دلاری بگه چه کار کنم. خفه نشین، وقتا میگفتن که خدا نکنه خفه بشی تا خودم خفت کنم. آقای سوربی، اگر تتلو خواننده بیاد آمریکا، آیا اونجا هم آزاده بتونه فوش بده و شلوارشو بکشن پایین؟ بله آزاد. آمریکا یه آقایی هست به نام هاوارد استرن، این سالها رادیو گیر داده بود بهش، چپ و راست جریمش میکرد. تو رادیو میگن 7 کلمه رو نباید بگی، این کلمه، این کلمه، این کلمه، این کلمه. این میگفت همین چیزی که من میگم، میگم آقا من با خانواده من که صحبت میکنم این حرفا رو باید بزنم تا تفهیم بشه منظور من. بعد اونا میگفتن نه، باید جریمه بدی. این رسید به یه جایی که ماهواره و اینها آمده بود و الان رادیوهای ماهواره که هنوز میگن XM و سیریوس، اسم یه کره ای هست، اسم یه ستاره ای هست، این دوتا با هم مرج کردن و 500 میلیون دلار به این آقای هاوارد استرن دادن. گفتن شما نمیخواد تو رادیو برنامه بذاری، بیا تو ماهواره برنامه بذار. تو ماهواره هیچ کس قانون نیست و میگه اون پخش میکنه، تازه میگه این اگه میخواد بشنوه باید پول بده. پولی که میشه شما حق انتخاب داری. اون دوستی که از سوئد زنگ میزنه نمیگه چه برنامه ای، من چی گفتم، یا اون احمقی که انگلیسی حرف میزنه و میگه تو ایران رو نشناختی، ایرانی ها رو نشناختی، اتفاقا ایران رو شناختم که ولش کردم اومدم بیرون، ایرانی ها رو شناختم که گفتم کارمون خیلی خرابه، ولی تو اگر باور داری که من اشتباه میکنم بیا جلو تو حرف بزن، منم حرف میزنم. تا این بینندهی که اونجا نشسته ببینه من مزخرف میگم یا توی احمقی که چرا انگلیسی حرف میزنی. تو اگر به ایرانی بودنت افتخار میکنی، به یه جای زنگ میزنی که میدونی اون طرفم ایرانیه، چرا به انگلیسی حرف میزنی؟ چرا با انگلیسی فوش میدی؟ فوش هم بلد نیستی. در هر صورت این هم از این ماجرا. و اما ترامپ گفت طالبان در توییتر هست ولی من را حذف کردم، آمده یک وبسایت و یک اون مردی که بالش هم میفروشه، اون مای پیلو هم یه همچین کاری کرد. در بعد طرف بهش گفت آقا تو اصلا بلد نیستی کامپیوتر روشن خاموش کنی. گفت خب مهم نیست، من استخدام کردم. بعد معلوم شد اینا پول این و اون رو نمیدن خوردن. حالا ببینیم چه بلایی میاد سر افرادی که برن توی این سوشال میدیای ترامپ سرمایه گذاری کنن. و اصلا برای چی یه دفعه تو دو روز شد 3 بیلیون دلار؟ خب اینم از این ماجرا. آمازون های قلابی، دوستان مواظب باشید، این روزا چپ و راست داری رانندگی میکنی تلفن بهت میزنه آقا سوشال سکیوریتی کارتت میخواد باطل بشه. آقا اون روزی که من زنگ زده میگه داروهایی که میخوری ریکال شده، بهش میگم من چه داروهایی میخورم؟ موند. اصلا با اینا صحبت هم نکنید. حالا من بعضی وقتا صحبت میکنم چون مطمئنم که میتونم وقت اینا رو تلف کنم، ولی با اینا صحبت نکنید چون یه انفورمیشن ها رو میدین شما، بهش بگید خیلی ممنون. من مثلا بانک میگه بگو خیلی ممنون، من با بانکم تماس میگیرم. بعد میگه بیا این شماره رو بگیر تماس بگیر، اون شماره رو زنگ نزن. تو رادیو میگفت آمازون میاد میگه که نمیدونم شما اینقدر به اصطلاح ما بهت بده کاریم، شماره حساب و این چیزاتو میگیرن، بعد پدر صاحب بچه رو در میارن. بعد وقتی هم شما میگی خب من چجوری بفهمم، میگه بیا این شماره تلفن آمازون، یه 1-800 بهت میده، وقتی زنگ میزنی مثلا دوست دخترش تو اتاق جواب میده. میفهمی؟ اینجوریه. مواظب باشید، مواظب باشید و خام طمع نباشید. خام طمع ما شیرازیات میگیم تمخوم، تمخوم، به خام هم میگیم خوم. تمخوم نباشید. اگه آمریکایی‌ها باور دارن اگه یه چیزی به نظرتون میاد که حقیقت نداره، اینا میگن به احتمال زیاد حقیقت نداره. اگه یه کسی گفت آقا بیا اینجا سر کوچه من بهت 1000 دلار میدم،
شما میگی مگه میشه، مطمئن باش که نمیشه، حقیقت نداره، نه سر کوچه برو نه اون $1000 رو بهت بدن فلان. اینا آمازون های قلابی، تلفن های قلابی، تلفن به شما میزنن میگن بچت تو بیمارستانه، باید بهشون بگو کدوم بیمارستان. میگه مثلا فیرفاکس هاسپیتال، بگو اوکی ممنونم، گوشی رو بذار به فیرفاکس هاسپیتال زنگ بزن، هول نشین. همون موقع بگید آه چی شد حالا چیکار کنم اینا. اگه تو بیمارستانه یعنی چی؟ یعنی بهترین کسایی که میتونن درمانش کنن باهاشن. حالا دیگه شما چرا هول بشی به این دزد بی حیا پول بدی؟ ولی هستن کسانی، دوست من بهتون گفتم بنده خدا رستوران داشت، بهش زنگ زده بودن گفته بودن برقتو قطع میکنیم، اینم یه هفته انتظار کشیده که حالا امشب مثلا جمعه شب یا شنبه شب یه پولی در بیاره. رفته بود $500 از 7-11 کارت خریده بود بهشون داده بود، اونام تا شماره کارتو میزنن پولا رو میگیرن دیگه هیچ. بعد وقتی زنگ زد به اداره برق، اداره برق گفته بود آخه مگه ما همین جوری میایم برقو قطع کنیم؟ ما اول نامه می‌نویسیم، میایم در خونه‌تون، تلفن می‌زنن، تلفن هم نمی‌زنن. اصلا خیلی از ادارات دولتی اینا تو آمریکا تلفن نمی‌زنن، نامه می‌نویسن، نامه که می‌نویسن خودشون هم میگن مطمئن باشید چک کنید به جایی که تماس می‌گیرید درست باشه. بله ریکال دالو، ریکال اینجا وقتی یه چیزی بده، مثلا دیروز میگفت ماشینای ولوو مدل پایین اگه دارید دوستان، میگفت این ایربگش و اینها درست عمل نمیکنه، اینا رو ریکال کردن، یعنی میگن بیارین ما براتون درست میکنیم، معمولا هم مجانی است. یکی دیگه هم نوشتن سوشال سکیوریتیتون باطل شده. یه نفر یکی گفت آقا سوشال سکیوریتی باطل شده، گفتم چه خوب، پس حالا اونایی که از من طلبکارن شماره سوشال سکیوریتی منو که میزنن میگه این مرده، سوربی از نات اگزیستد، وجود نداره، طرف مونده بود. حالا کیه؟ یه هندی بدبخت. من بعدن آخرش بهش میگم شما که اینقدر کار کامپیوتر میدونید خجالت نمیکشید وایسادید اینجا؟ خب برید آگهی بذارید تو همین فیسبوک مجانی، برای این اون کار کنید، پول بهتری در بیارید. احمدی نژاد، دلغکی در خارج، حتما دیدید راه افتاده هی با این خانمای بی حجاب و اینا، بعد برای کم بگن رعایت میکنه دستاش اینجوری میکنه، ولی طرف عکس گرفته و دستش تو سینه این دختر اینجوری اینا. احمدی نژاد بعضیا باور دارن چون به اصطلاح یهودی الاصله، آخرش هم میبینیم که احتمالا روز که میمیره میبینیم که گرچه یهودی ها زودتر از مسلمان ها ختنه کردن اینا. یه نفر نوشته بود که حضرت محمد که ختنه نشده بود، نوشتم اولا از کجا میدونیم، دوما حضرت محمد یهودی بوده و یهودی ها اون موقع همه ختنه میکرد. بمانه خران و افزایش طرفداران، این یه دوستی ما داریم یادتونه برنامه رو میذاشت عقل بشر و اینها، این نوشته رو فرستاده، من بیارم بخونم براتون. دعوای سیاسی، خران و افزایش، اینقدر این ایمیل ها رو من نگه میدارم روزی که میخوام بخونمش پیداش نمیکنم. این گلو درد ما، بعض وقتا فکر میکنم که موقعی که من دانشجو بودم رفتم دکتر عزیزی توی شیراز لوزه من رو در آورد، ای کاش در نیاورده بود. این دوست ما هم انقدر این رو ریز نوشته که من باید، میگه که مقاله‌ای که سبب تعطیل شدن روزنامه قانون شد، نوشته هر جانوری است که نامش بدون شرحی یک بار در اوستا آمده است، طول عمر خر بین 15 تا 40 سال است، خر در قرآن یک بار برای زنده شدن پس از مرگ و یک بار برای انکر الاسوات بودنش یعنی صدای بلندش و یک بار هم برای عالمان بی عمل به کار رفته است. آیه قرآن میگه کسی که علم دارد و عمل به علمش نمی کند مانند خری است که بارش کتاب باشد. در پژوهش‌های دانشمندان خر با هوشترین حیوان اهلی است، حتی از سگ و گربه خیلی باهوشتر است. داستان شغال خرسوار در مرزبان نامه هم آمده است. برخلاف باور رایج خر نیست، باهوش است، هیچگاه یک اشتباه را دوبار تکرار نمی‌کند. این کلمه رو من اشکال دارم، هیچ وقت یک اشتباه را تکرار نمی‌کند، چون اگه بگیم یک اشتباه را دوبار تکرار نمی‌کنه یعنی یک بار اشتباهش رو تکرار کرده، حالا این بار دومه. البته یادتون باشه من هنوزم تو آمریکا وقتی
این جی پی اس میگه نکست سیگنال لایت، من فکر میکنم خب این نیست، بعدیشه، در صورت که منظورش بعدی بماند. اینا دیگه حالا چیزایی که باید همینجوری بریم. بله، میگه که برخلاف باور رایج خرخر نیست، هیچگاه یک اشتباه را تکرار نمی کند، هیچگاه پایش دوبار توی یک گود نمی رود، تنها یک بار از خانه صاحبش رفت صحرا و برگشت را یاد می گیرد. به قول یکی از اساتید، گاو از خر خرتر است، چون گاو نان را با سفره پلاستیکیش می خورد و می میرد، ولی خر نمی خورد. تنها مشکلی که خر دارد، اگر فرستادیش بالای بام دیگر پایین نمی آید تا خود و اهل خانه را هلاک کند. این نکته مهمی است. البته این مشکل خر نیست، مشکل آن احمق یا خرانی است که خر را بالا نشانده. خر در شعر نیز کاربرد زیادی داشته است. بهترین کاربرد اجتماعی آن در شعر نسیم شمال آمده است: لال شوم، کور شوم، کر شوم، لیک محال است که من خر شوم. و در شعر منصوب به خیام: خر باش که این جماعت از فرط خری، هر کو نخر است کافرش پندار است. من اینو نشنیدم از خیام و فکر میکنم از اونایی که بر وزن شعرهای خیام گفته شده. در شعر بهار گفته: تا خرند این قوم، رندان خرسواری میکنند، وین خران در زیر ایشان آهوزاری میکنند. لیکن رندان مذکور مردم را به دو گروه خر تقسیم میکنند: مقلدانی که سواری خوب میدهند، گویند پالانشان راست است، هوشمندانی را که سواری نمیدهند، میگویند پالانشان کج است و اگر پالانت کج باشد باید از بین بروی. این بود اندر حکایت خر. اما وصیت خر. این دوست ما یه مدتی دنبال این بود که حزب خران رو دوباره راه بندازه. خر وصیت کرد: فرزندم بیا و خر نباش، این همه خر بوده ای کافی است، پس دیگر نباش. یا تلاشت را بکن با پارتی پستی بگی، یا فرار مغزها کن توی این کشور نباش. کار کردن مثل خر در شأن ما هرگز نبود، همتی کن وارث این شغل زجرآور نباش. سعی کن یا رانتخاری یا زمینخواری کنی، هرچه میخواهی بخور، اما پی عرعر نباش. آخرت را پر کن و تنها خودت از آن بخور، بی خودی دلسوز اسب و قاطر و استر کم قاطر نباش. از مترسک هم نترس، اصلا به او جفتک بزن یا نزن، لیک روی خط قرمزهای گاو نر نباش. کهنه پالانی به تن کن، حفظ ظاهر کن، ولی در تجمل از اولاغ کت خدا کمتر نباش. گوسفندان را بترسان از جهان آخرت، باطنن اما خودت هرگز بر این باور نباش. هرچه در ده یونج موجود است یک شب جمع کن، صبحش از اینجا برو، یک لحظه هم اینور نباش. تیز اگر باشی دمت را هم نمیگیرد کسی، حال و حولت را بکن دلوا پس کیفر نباش. حرف آخر این که اینجا تا ابد خر تو خر است، حامی این سرزمین بیدر و پیکر نباش. ممنونم از اون دوستمون، امیدوارم دوباره برنامه هاشون رو شروع کنن. و یکی از مشکلاتی که تو کار تلویزیون هست، بعضیا وقتی میان دل سرد میشن، میگن آقا ما چه فایده، ما همه گفتیم. خب من متوجه نمیشم شما این همه گفتی حالا منتظر بودی چی بشه؟ مثلا طلب بیاد عکس بگیره با دیپلمی که خودش به خودش داده، بگه من فارغ التحصیل شدم. همین که یه جایی یه چیزی شما گفتی و یک نفر شنیده و براش به اصطلاح کارساز بوده، این کافیه. و شما حتی اگه یه نفرم نیست، فکر کن یه نفر حرف شما رو شنیده. خیلی ممنون. این حداقل دلیلی که من خودم رو قانع و راضی میکنم که اینجا باشم. و اما احمدی نژاد یه مصاحبه با یه خانمی انجام داده به نام کاملیا انتخابی فرد، صدا افتضاح. این خانمه مثل که رفته تو اتاق، یا احمدی نژاد اومده تو اتاق، اون تلفن گذاشتن اینجا و صدا رو این روزا مصاحبه های ما میبینیم با تلفن انجام میشه. همین فیلم 4 ساعت در کپیتال شما اگه ببینی، میتونم بگم اکثرش از دوربینای
این تلفن ها ضبط شده، ولی راه داره. من اینو بارها به آقای سبا تبارم گفتم، آقا اگر تلفنتو میذاری اونجا که مهمونت دیده بشه، خب باید یه گوشی داشته باشی یا یک سیمی داشته باشی، یه سیمشو بذار تو گوش اون، که من نوشتم که این خانم باید یکی از این گوشی ها میگره، یکشو میذاش تو سوراخ خودش، منظورم سوراخ گوشش بود، یکشم میذاش تو سوراخ احمدی نژاد. نمیدونم احمدی نژاد حرف از کجا گوش میکنه، بالاخره توی سوراخی. بعد آقای سلیمانی نوشته بود صدا خیلی هم خوبه. همون موقع متوجه شدم که آقای سلیمانی هم مثل دوستان دیگه وقتی به یه جایی گرایش داره و باور داره، بدی های اونها رو نمیبینه. آقای سلیمانی وقتی که داری احمدی نژاد رو گوش میکنی با این خانم کمیلیا فلان، دست به والیوم و اینها نزن. همون موقع اون یوتیوب یا فیسبوک رو بذار مثلا موزیک معین، اون وقت ببین صدا چی میشه. عزیز من اگه یه کسی یه چیزی میگه، شما بگو بله منم شنیدم صدا خوب نبود. تا این بدبخت خدا زده اگه دفعه دیگه رفت با یه نفر تو اتاق، اقلا یه مصاحبه خوب درست کنه و تحویل بده. در صورت ممنون و متشکرم. آقای سلیمانی ویدیوهای خوبی، برنامه های خوبی از این برانور میذاره. میگه که I remember دکتر عزیز سرهنگ ارتش بود. اونی که من میگم دانشجو بود، تازه دکتر شده بود، شاید سال اول رزیدنسی. بعد من چون پدرم بیمه کارگران داشت، با دفتر بیمه کارگران تو بلوار گلستان شیراز بین سعدی و هفتن و اینا یادم رفته، یک بیمارستان جدیدی بود اونجا عمل کردن. یه شبم تو بیمارستان بودم، کلی هم بستنیمون دادن خوردی، خیلی خوشحال بودیم. ولی فکر میکنم اگه آدم لوزه داشته باشه بهتره. ولی اون که شما میگی سرهنگ نبود، این یه دانشجوی بود که تازه اومده بود دکتر شده بود، دکتر احمد عزیزی یه چیزی. بعد من وقتی هم چیز شد براش گلدون گل خریدم بردم، که چون گل همین 5 روز و 6 باشد، ولی گلدون همیشه هست و معمولا نگه میدارم. We'll do have those prank call on a daily basis. They are looking for one dummy. So don't be that person. We all have those. بله. میگه که آخه اینا پرنک کال نیست، این یه چیز دیگه باید بزنن. پرنک کال اونایی که اذیت میکنن، شوخی میکنن با دوستشون فلان، که اونا هم خیلی دیگه وحشیانه شده بود اون آخری ها. ولی این تلفونا رو اسکمه، کلاهبرداریه. بله این اسکم کال. حالا جالب خود تلفن، و من نمیدونم آمریکا اینقدر ادعا میکنه ما پیشرفتیم، چرا نمیتون جلو اینا رو بگیره؟ آقا گذاشته یه شماره دو نات کال، زنگ میزنم میگم دو نات کال، میگه شماره تو بگه، می تق 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 میزنم، میگه اوکی. 48 ساعت طول میکشه تا این شماره. اولا چرا؟ اگه کامپیوتر با ریل تایم بره داخل سیستم، دوما باور که از 48 ساعت که میگذره بدتر بیشتر این مزاحما بهت زنگ میزنن. حالا به قول دوستمون آقای رهایی پرنک کال هست، یا به قول من سکم کال هست، کلاهبرداری هست، بیشتر بهت زنگ میزنن. و آمریکا نمیتونه اینو چیکار کنه. مجلس و اینا هم یه دفعه صداشون در اومد، گفتن آقا الان مردم دیگه تلفن خونه ندارن، همش تلفن اینه. از یه طرف بهشون میگیم که موقع رانندگی تلفن جواب نده، از یه طرف چپ و راست اینا زنگ میزنن. اگه طرف گوشی هم داشته باشه، این گوشیش چارجش تموم میشه تا برسه یه جایی. از اون گذشته بالاخره اگر تلفنش هم با ماشین باشه و چیز بزنه و اینها، حواسش پرت میشه، اصلا عصبانی میشه که باید به یه احمقی تو هندوستان وضع کرده میگه سوشال سکیورتی شما باطل میشه. صحبت از احمقا شد، ما آدم احمق کم نداریم. یه کسی به نام این با این شماره بنویسید 602-572-1087 زنگ زده چندین بار. حالا بذارید من بهش زنگ بزنم. اینا معمولا وجود شهامت، ببین مثلا ساعت 9:40 صبح، 2:06 صبح، 2:07 صبح، اینا نمیفهمن احمق. تکنولوژی به من این اجازه رو میده که من از ساعت 10 شب این تلفن خاموش باشه، زنگ نزنه تا 6 صبح، و فقط خانواده‌ام میتونن به من زنگ بزنن.
یه مش آدم بدبخت احمق معمولا معتاد، بعد اینجا که میان فکر میکنن خیلی زرنگن، بازم به همون معتاد و کار نکردن و پول. این آقای رهایی میدونه من از لحاظ کار، من برادرم اینا چه کارهایی اینجا انجام دادیم و افتخارم میکنیم. ولی اونا وقتی میان میگن آقا خر کار مال خره، ما خیلی زرنگیم. گفتم اتون یکیش رفته بود ایران، یه زنی رو آورده بود، این زنه رو برده بود به عنوان پرستار برای مادرش استخدام کرده بود، زن و مادره رو گذاشته بود تو خونه خودش، اجاره میگرفت از اونا، بعد خودش میرفت کازینو دلش خوش. خب بدبخت چه کار میکنی؟ همه این پولا رو که در میاری که داری میبازی. خب بذارید من این زنگ بزنم ببینم واقعا اینا اگه هستن یادشون بدیم حرف زدن رو. آقا بیا حرفتو بزن. بفرم. Most of those callers are Indians. بله خب جمعیت زیاده، هندی ها تو خیابون دنیا میان، تو خیابون از دنیا میرن معمولا. بیا دوباره میس کال. بعد جالب اینه که برای من نوشته جواب بده، حالا الانم نوشت برگشتم خونه. اینا یه مش آدم واقعا بزدل ترسو و من متوجه شدم اکثرا از دو قماشن، یکی مجاهدن یک شاه اللهیه. بفهم هر چی دلش خواسته فوش داده نوشته، اینها برای من مهم نیست. نگاه کنید دوستان این شمارش میبینید؟ نه پیدا نیست، نه پیدا نیست. شماره 602، 602 ایریا کد کجا؟ تگزاس. 602 572 10 87. زنگ بزنید اینا رو از تنهایی در بیارید، باشون صحبت کنید، بگید خب خدا زده چه مرضی داری؟ اینا خیلی هاشون خودکشی میکنن، باور کنید جنازه شون هم چون دوستی ندارن چند مدت میمونه بو گند میده، همسایه ها زنگ میزنن یا اجارهشو که میخواد طرف بیاد بگیره میبینه این مثلا مرده. به هیچ دیگه. I will call you later. خب انگلیسی هم بلده، اول فرش فارسی داده، حالا این آقام انگلیسی یاد گیره. خب most of those callers are Indian. بله بله. و جالب اینه که اولیش یکم با لحجه خوب حرف میزنه، یک کسی رو استخدام کردن، یه متنی رو خونده، بعد میگه حالا شما وایسا، و یه اندیان میاد میگه که This is Jones. بودی میگم تو به من زنگ زدی، تو باید مشخصات منو داشته باشی. میگه No, that was my supervisor. شما را چه؟ خب میگفتن این اوکی من action needed maximum bitrate فلان. بابا به فیسبوک، خب تو میگی مکسیموم بیتریت بالان، ما هم نمیخوایم با 11000 مگابایت و فلان. خب یه جا بذار که تنظیمش کنیم. به خدا دیوونه شدن اینا. خب داستان دوچرخه هفته قبل و عکس و ویدیو رو دوبار نوشته بودم، باز گفتم نشون دادم روی اون توییتر دایی محسن رو، اگه پیدا کنید میتونید ببینید. شاهین شروع کرده، حالا کارش را افتاده، عکس میذاره، قیمت می‌نویسه، بعض چیزها رو حراج می‌کنه. باریکلا حراج بهترینه. آقا یه نونی اگه امروز می‌پزی 3 دلار، فردا به مردم کلک نزن، این نونو بذار تو فریزر گرم کن. این کارو می‌کنن دوستان گرامی ایرانی، نونه رو شب که حالا دیگه مونده شده روز سوم چهارم شه، تازه می‌بره می‌ذاره تو فریزر، فردا میاره می‌ذارهش رو میز جلو آفتاب، بخارم توش می‌پیچه، شما میای فکر می‌کنی این نون تازه است الان اومده، می‌خری می‌بری. ولی آمریکایی چه کار میکنه؟ شما برو دم در والمارت، نونا رو گذاشته نشسته 1 دلار، تا دیروز 3 دلار بوده، امروز گذاشته 1 دلار. یه ساعت دیگه همش میره. آقا اونی که این نونا رو میخواد برای گاو خر پول نداره، اونو میخره میبره دیگه. چرا ما این کارو نمیکنیم؟ اون وقت پاکت‌های پلاستیک نون نگاه کنید ایرانی‌ها، اولا نوشته تاریخ مصرف، هیچ کدومشون تاریخ نداره. یا نوشته تاریخ انقضا، من نمیدونم دیگه حالا نون منقضی میشه. بنویس کی درست شده، روزی که درستش کردیم بنویسید، هر کسی بدون روز اول مثلا 3 دلار، روز دوم بفروشنش 2 دلار و نیم، روز سوم بفروشین 2 دلار. اینا حتما شما هم تو مهمونی ها صحبت از این شده که این دوستان ایرانی یکی که میخری به 2 تا حساب میکنن و خیلی از ایرانی هم روشون نمیاد. به همین خاطر من سعی میکنم 2-3 قلم بیشتر چی نخرم هر بار که میرم،
اولا کنترلش آسونه و اگر یه پنی هم بالاتر باشه برمیگردم به طرف میگم، میگم آقا شما اونجا نشدی 2.59، اینجا زدی 2.60، اگه 2.60 بنویس 2.60. چون همینو من تو مهمونی نشون میدم 40 نفر، اون وقت میگن فلانی گرون فروشه، 40 نفر میگن فلانی دزده. نکنید این کار. بعدم شما گله میکنید چرا ایرانی ها نمیان اونجا، چرا میرن فروشگاه کره ای ها. آقا فروشگاه کره ای ها ماهی ها کنشون میرسه دور که نمیزنه، بدترین ماهی ره این فروشگاه کره ای ها دارن، مواظب باشید. 14 آبان روز انقلاب سپید نامگذاری شده، ببینم اون روز چند میلیون میان. آقا این پسر دیوانه است، نشون دادم آقای زمانی، من چند بار باهاش کلکل کردم، هی میگه برم اجازه بگیرم، میگم از کی اجازه بگیری؟ تو که میگی من رهبر قیام سپیدم، بدبخ مشنگه اسکل میگین شما. خب آقایی که از سوئد زنگ زدی، این قدیما میگفتن کسخل، حالا شده اسکل، یعنی همون فوشه رو محترمانه میدن. خب من که تو ایران نبودم عوض بشه، یا میگم مشنگه یا میگم خلوچله یا خیلی خودمونی میگم کسخل، که دیگه شما حد خریتش رو بفهمی این کجاش اشکال داره. بعد شما بلد نیستی کسخل یعنی چی؟ یعنی دانشمند. از فردا مثلا بهترین دوستت بگو آقای کسخل شما که دانشمند هستی، پس اگه بلدی چرا من نگم تو بگی، و چرا بیرون بگیم تو تلویزیون نگیم؟ زنگ بزن قشنگ شماره بذار، یا زنگ بزن با هم صحبت کنیم، مطمئنم از شما یاد میگیریم. من از اون آقای اسحاق بختیاری خیلی چیزا یاد گرفتم، مهندس مکانیک بود، بعد از انقلاب اومده بود ایران، دیده بود نه ایران به جز یه قولی همین چیزی که شعری که خوندیم خر تو خر بیشتر نیست، برگشته بود آلمان. خیلی هم زودتر از ماها کارش درست شد، چون دختراش اینا آمریکا دنیا اومده و برگشت آمریکا. متاسفانه آمریکا که رسید از همسرش جدا شد، تنها زندگی میکرد. و یه روز یه نفر به من زنگ زد تو برنامه، کسی که مربی اسکی پسر شاه بوده، این پسر شاه عقب افتاده، این همه مربی، مربی کاراته، مربی اسکی، مربی خرسواری، مربی سیگار کشیدن اینا داشته، هیچ پخی هم نشده بماند. و اون آقا به من گفت که شما چند بار از اسحاق بختیاری صحبت کردی، اسحاق بختیاری چند مدت پیش در منزلش تنها فوت شد و هیچ کس هم خبر نداشت. بله آقای زمانیان، ببینیم حالا این روز انقلاب سپید چه خواهد شد. یه انقلاب سپید شاه کرد، هم روزگار خودش رو سیاه کرد، هم روزگار مردم ایران که تولید کننده بودن، کشاورز بودن، آورد خواست همه رو صنعتی کنه و نفهمید که آقا اونا صنعتی هن، بذار باشن، تو کشاورزی باش. مثلا این کشورای نمیدونم جنوب آمریکا کشاورزی نیستن، قشنگ از قهوه گرفته تا نمیدونم اون یکی دیگه چیه، تا انبه و انار و اینا رو میفرسن میاد. خب اینجوریش میکردی، این چه خاکی بود بر سر خودت ریختی؟ میگن اونم کندی گولش زد. عجب ما شاهایی داریم ها، همه گولشون میزنن، اونو اون گول زده، اینا رو نمیدونم کارتر گول زده، بعد میبینیم آقای ریگان پشت این ماجرایی بودی که گروگانا رو نگه دارید تا این آقا بشه رئیس جمهور. داشتم راجع به شاهین میگفتم و راجع به قیمت و اینها. خیلی مهمه که شما مثلا الان دیدم امروز نوشته بود که خانم مرکل آفیدرزن، یعنی با امید دیدار، این دیگه رفت کنار و همه گفتن این 16 سال لباساش خیلی همون لباسایی بوده که 16 سال پیش میپوشیده، و وقتی بهش گفتن گفتم من مدل نیستم، هنرپیشم نیستم، من اومدم یه کاری انجام بدم، دارم کارم هم انجام میدم، اینم که تموم شد میرم میشم استاد دانشگاه. شما مثلا بذار به عنوان خداحافظی با مرکل پیتزا اسلایس رو به جای 3 یورو میدم 2 یورو. این چیزای آمریکایی‌ها رو استفاده کنید. من امروز داشتم رانندگی می‌کردم، دیدم بغل یه اتوبوسی بزرگ نوشته که بیاین روز بیاین یه خنده به لب یه نفر برسونید. خیلی تبلیغ قشنگیه، فکر کنم اصلا ترید مارک هم بود، و گل بخرید بفرستید. خب این تبلیغ کار میکنه، آدم همون موقع یاد پدر مادرش میفته، یاد دوستاش میفته، یاد همسرش میفته که به اصطلاح گل بخره، گل بفرسته. اینا شما هم سعی کن اینجوری باشی. دیدم یه چند تا آگهی و اینها درست کرده، ولی توی عکسات شاهین جان دیدم شما هم مثل تمام ایرانی های دیگه لیوانهای یک بار مصرف رو
از سر باز میکنی. دوست عزیز اینا رو از ته باز کن، سرشو بذار پایین، اون قسمت باریکش بالاتر باشه، اولا بهتر وای میسه، دوما خودت فکر کن. من میام اونجا، شما میخوای لطف کنی به من یه قهوه بدی، چه کار میکنی؟ دستو میکنی تو لیوان، چون سر گذاشتی، اوکی؟ ولی وقتی که سر و ته میذاری، من هر وقت میرم مهمونی های ایرانی نزدیک سماورشون، نزدیک آب، اونجایی که آب میریزن اینا، میبینم لیوانا رو همه، نمیخوام بگم همه ایرانی و من استثناء هست، میبینم بیشتری ها اشتباه میذارن، من هم موقع یواش لیوانا رو از این ور میذارم، بعد که میام میبینم قشنگ میبینم همه حالا دیگه پشت لیوان رو میگیرن بلند میکنن. حتما متوجه شدی چی میگم نه؟ بذارید اینجا یک شاهین رو نشون بهتون بدم. شاهین دوستم توی هامبورگ هست، بعد برای من نوشته بود این آدرسه که نوشتی اشتباهه. شاهین جان من بهت پیشنهاد میکنم تو یه صفحه فیسبوک، نه پروفایل، اینی که شما داری الان پروفایله، یه صفحه فیسبوک به نام بیزینست باز کن، مثل ما دیدی مردم تیوی رو دارم، سوربیرم دارم، این پروفایله، این صفحه هست، صفحه انلیمیتد، امیدواریم یه روز بیشتر از 5000 نفرم بیان میتونن داشته باشن، اون وقت رو اون فقط بیزینس تو پروموت کن، کاری نداشته باش خانم هنرپیشه‌ای که تا دیروز هیچ که نمیشناختتش امروز رفته فلان جا، حالا با گریه و زاری اینقدر عشق ریختم در تمام سالها، اینقدر عشق نریختم، برای که در تمام سالها داشتی میخوردی و میبردی، مفتخور بودی، حالا اومدی اونجا فهمیدی باید بری کار کنی، عشق در اومده. در هر صورت صفحه شخصی تو شخصی نگهدار، صفحه بیزینس تو بذار برای اون. الان ببینید من دوستان میام اینجا، اجازه بدین یکی دو دقیقه دیگه بریم با آقای فرزاد نیساری باشیم، این کامرای 3، این صفحه شاهین 2000 و میایم پایین، ببینید همه چیزای دیگر رو گذاشته، کتاب فوتان اینا، این شوخی نمیدونم جراحی پلاستیک، بعد یه جام دخترش نوشته خانم دکتر داره میاد، به بچه‌هاتون نگید آقای مهندس داره میاد، خانم دکتر میاد، به اینا رو تو فشار قرار ندید، بذارید آزاد باشن، سر کلاسای اینا افرادی رو میارن که اونا از شغل و بیزینسشون میگن، اون موقع است که بچه‌هاتون شغل رو انتخاب میکنن. دوستان این کارو نکنید، هی بگید خانم دکتر، آقای دکتر و الی آخر. این نون خیلی قشنگیه، امیدوارم مزه‌ش و اینها هم همین جوری باشه. و میخواستم اون لیوانا رو نشون بدم، اینجا بود تو یکی از این عکسا دیده بودم، البته این عکس گذاشته بود، چه جالبه اینی جور میکنیم تکون میخوره عکسه، بذار ببینم اینه، خلاصه خودت میدونی لیوانا رو سر تا گذاشت، یعنی سرشون بال... چی بگیم بابا، بگیم سربال درست گذاشتی هرچی، اوکی. خب دوستان بریم با آقای فرزاد نیساری باشیم و ببینیم که ایشون امروز چه خواهند گفت. همه چیزایی که اینجا نوشته بودم تموم کردم، دو تا چی مونده بود، یکی عکس ها و دیگری خبرهای ایران، میخواستم سرتیترشو براتون بخونم، چون ما توی مردم tv.com که میری سرتیتر خبرها رو اونجا براتون گذاشتیم، هر وقت بیکار بودید یک نگاهی بیندازید و نگاه کنید و ببینید در ایران چه خبر هست. بسیار خوشحالم که تصویر آقای فرزاد نیساری، این همشهری عزیزم رو دارم میبینم و خیلی هم عالی، دوربین کیفیت عالی، امیدوارم صدا هم همین جور باشه. آقای نیساری حال شما چطوره؟ بسیار خوب، سپاسگزارم، شما خوب هستید؟ ممنونم آقا، خیلی ممنون که با ما هستید و امروز بله هم صدا خوبه هم تصویر، معمولا با شما ما هیچ وقت مشکل صدا و تصویر نداشتیم. آقا این شما و این هم بینندگان و شنوندگان تلویزیون مردم، من در برنامه هم گفتم یک کمی گلو درد دارم و شما اگه لطف کنید شما بیشتر صحبت کنید من کمتر، از شما تشکر میکنم. چی شد آقا این ماجرای ایران چیه؟ چرا این آخوندا هر چی هم از این گندبازی در میارن باز یه جوری در میرن؟ چه کسی پشت اینان؟ چه خبر هست؟ و کم کم دیگه داریم به اون نتیجه میرسیم که بله اینا رو دیگران آوردن، دیگران هم
خواهند برد که خیلی بده. اگه به این نتیجه برسیم همه باید بشینیم منتظر. آقا بفرمایید، با شما هست. سپاس از شما، با درود بر شما و میهمانان گرامیتون، با درود بر همیهنانی که اکنون و یا در آینده این برنامه رو میبینند، درود بر استادانی که به من درس انسانیت و آزادی آموختند، و مهمتر از همه درود بر فرزندان گرسنه و بی سر و پناه ایران که دست و روی آنها را از راه دور میبوسم. فرزاد نیساری هستم از ایل قشقایی، سرباز میهن ایران در خدمت مردم ایران. خب ببینید دوستان، من چون توی ماه آبان هم هستیم، میخوام برگردم و در رابطه با ماه آبان توضیحاتی بدم، به ویژه در رابطه با به اصطلاح مسئله دانشجویان و این چیزی که گریبان مبارزه دانشجویی رو گرفته، در حقیقت به همون صورت هم گلوی مبارزه مردم در درون ایران رو گرفته. در حقیقت این مشت مبارزه دانشجویی نمونه ای هست از خروار مبارزه مردم ایران. اگر یادتون باشه دفعات قبل هم گفتم که شخصی رو در سوئد دستگیر کردن به نام آقای حمید نوری یا حمید عباسی، با همت کسانی همچون آقای ایرج مستاقی و دیگران که در حقیقت الان در به اصطلاح در طول گذراندن دادگاه مربوطه هست و شاهدان بسیاری شرکت کردند و این جریان چند ماه ادامه پیدا خواهد کرد. و در یکی از مسائلی که در این موارد پیش آمد، بحثی بود که یکی از شاهدها در رابطه با نقش آقای حمید نوری به اضافه چند نفر دیگر که اینها دادیاران، دادیار شما فقط فکر نکنید، در حقیقت جزء شکنجه‌گران و بازپرسان زندانهای گوهردشت و اوین و قزلحصار و جاهای دیگری بودند و اینها همزمان در بیرون از زندان هم فعالیت داشتند در کنار به اصطلاح سپاه پاسداران، و در جریانی که منجر به پرتاب دانشجویان از طبقات بالای ساختمان به پایین شد و چندین نفر هم کشته داد، دو نفر از همین شواهد در حقیقت در داخل این مبارزه شرکت کردند که به ادامه بدن به این مبارزه در کنار دانشجویان، و اینها حمید نوری و چند نفر دیگر از این بازپرس‌هایی رو که در زندان قبلا دیده بودند مشاهده کردند که آقای حمید نوری یا آقای حمید عباسی به نام دیگری در حقیقت به عنوان یکی از مبارزین درون مردم، یعنی با لباس شخصی در درون مردم به عنوان یک به اصطلاح معترض و یک مبارز، دانشجویان رو جلب میکرد که اینها رو بکشه توی محوطه دانشگاه و به این کار هم موفق شد. و اونجا هم آقای قالیباف و دیگرانی که در اونجا به اصطلاح فعالیت میکردن در حقیقت به لطوپار کردن و کشتن دانشجویان پرداختند و غیره. من منظورم از این جلو کشیدن این بحث این هست که دشمن ما از ما بسیار زرنگتر و آموزش دیده‌تر هست و متاسفانه ما علارغم این زرنگی این دشمن نگاه میکنیم و میبینیم که هنوز کسانی که به اصطلاح مبارز هستند و یا خودشون رو مبارز میشناسند، هنوز مردم رو به بیراهه میکشند و این مبارزه رو همواره سعی میکنن که به رو به شکست بیانجام. در حقیقت اگر کسانی مثل حمید نوری یا عباسی یا اون به اصطلاح پاسدارانی که جز شکنجگران غیره و با این سیستم هستند به طور دستوری و به صورت آگاهانه این کار را انجام میدند، بسیاری از نیروها ندانسته به دام یک همچین مسائلی افتادند و این انقلاب درون ایران و این مبارزه درون ایران به ویژه جهت در دو دهه گذشته، علارغم این که هر از چند سالی از دوباره به جوشش به اصطلاح میرسه و از خود خودی نشون میده، باز اینها خودشون رو وارد معرکه میکنند، باز مردم رو گاردی رو که مردم بایستی بگیرند، اون به اصطلاح حالت حفاظتی رو که مردم بایستی حفظ کنند در رابطه با برخورد با این رژیم، اون رو میشکنند، ملت رو به اصطلاح از همون روز اول تشویق میکنند که بدون گارد بیان وارد خیابونها بشن، شناسایی بشن، کاملا مشخص بشه که اینها کی هستن، کجا زندگی میکنن. بعد وقتی که فشارها خوابید، به اصطلاح دولت اون سپاهی ها و مامورین میریزن توی خونه های اینها و اینها رو دستگیر میکنن. و این جریانی هست که ما در رابطه با این گیر کردیم و این وسعت بسیار عمیقی داره. مثال میزنم، ببینید آقای ایرج مستاقی
یکی از اشخاصی هست که به خاطر دفاع از سازمان مجاهدین زندان رفته و زندان کشیده در ایران، حالا بگذاریم که بعد آزاد شده و خودش رو رسونده به آمریکا. چندین کتاب معتبر در رابطه با به اصطلاح جنایات این رژیم نوشته. شخص بسیار مؤثری در رابطه با دستگیری این حمید نوری بوده و نام خودش رو در تاریخ به اصطلاح جنبش عدالت‌خواهی ثبت کرده و این کار بسیار درستی است. ولی همین شخص در کنار ثبت کمچین چیزی هنوز به اصطلاح امیدش این هست که حاج پسر رضا پالانی امکان داره بیاد و از این جنبش عدالت‌خواهی دفاع کنه. آخرین باری که من شنیدم ایشون بحثش این بود که بله، حاج پسر رضا پالانی، البته ایشون رو به نام رضا پهلوی میشناسه، ما به نام حاج پسر رضا پالانی، ایشون میگفت که بله، آقای حاج پسر رضا پالانی اومده و از جنبش عدالت‌خواهی دفاع کرده، در صورتی که در کنار همون حمید نوری و حمید عباسی خانواده پالانی جزء جنایتکاران و دزدان سرزمین ما هستند. ولی حساب کنید که آقای ایرج مصداقی و امثال هم و کسانی که کنار اینها در تلویزیون به نام میهن تیوی نشستن، خواسته و یا ناخواسته از دوباره درست مشابه همون آقای حمید نوری و عباسی که در جنبش دانشجویی دانشجویان رو به مرگ به اصطلاح کشندن، اینها هم سرزمین ما رو دارن به اصطلاح به طرف مرگ میکشانند و تلاششون این هست که از دوباره حکومت پالانی رو در ایران برقرار کنند. حساب کنید که همین برنامه رو که شما هفته گذشته توضیح میدادید در رابطه با برنامه تلویزیونی به نام کوچه، وقتی که شما نگاه میکنید گزارشی بود در رابطه با نمیدونم خواهرزاده خامنه‌ای با فرح سیده فرح دیبا. خب ایشون خود خانم سیده فرح دیبا جزء کسانی بوده که مراکز علمیه نمیدونم سوریه و جاهای دیگر رو تأمین مالی میکرده. اینها جزء کسانی هستند که دلنگران شکست اسلام در ایران هستند. اینها جزء پایه‌گذاران و به اصطلاح استحکام بخشیدن به این آقایان آخوندها و آیت الله ها بودند. اینها بودند که آخوند رو فربه کردند در 57 سال، وقتی که رضا قلدر بزدل در 1299 به اصطلاح اون کودتا رو، کودتای اوت 1299 رو به انجام رساند. اون کودتا بر علیه دولت قاجار نبود، بر علیه حکومت قاجار نبود، اون کودتا بر علیه انقلاب مشروطه و سرداران مشروطه و کسانی بود که در حقیقت آخوندها رو به دار کشیدند. و میبینیم که درست از زمانی که قدرت رو به دست میگیره توسط اجنبی، در عرض کمتر از یک سال حوزه علمی هم رو پایه‌گذاری میکنند، کما اینکه در سال 1400 همین حوزه علمی قم از سازمان یونسکو و از سازمان‌های بین‌المللی درخواست کرده که 100 سال تأسیس این حوزه رو به اصطلاح جشن بگیرن و به رسمیت بشناسند. بنابراین این خاندانی که 57 سال یک همچین سیستمی رو بر ایران پایه‌گذاری کرده و در حقیقت ریشه گذار و کارگذار و کشت کننده این تخم به اصطلاح نحسه سلطه اسلام بر مردم ما بوده، کسانی که میخوان اینها رو برگردونن هیچ کاری خلاف کار همین کاری که حمید نوری و به اصطلاح حمید عباسی کرده نمی کنن. اینها هم درست مشابه همون هستن و ما در حقیقت با یک همچین مسائلی روبرو هستیم. شما ببینید که هر از 2 سال یک جنبشی به نتیجه میرسه، مردم به خیابونها میرسن میریزن و در نتیجه پشت سرش هم حکومت شروع میکنه به دستگیری یکایک اینها. اما به محض اینکه جنبش ایجاد میشه، این سلطنت طلبه ها، اون کسانی که درست پا به پای اجنبی در حقیقت برای تحمیق مردم ما دارن همکاری میکنن، اونها هم وارد صحنه میشن، آب رو تا اونجایی که میتونن گلالود میکنند و ضربه کاری خودشون رو میزنند. حالا بحث در این است که بله، ما به کار خودمون ادامه میدیم، ما اگر لازم شد اعتصابات که حرفی درش نیست، و زمان ثابت کرده که این رژیم رژیمی نیست که بدون زور از جایگاه خودش تکون بخوره. این رژیم رژیمی نیست که به همین راحتی با مردم آمدن و در خیابان‌ها شرکت کردن به اصطلاح از کار کناره بگیره. حتی اگر هیچ دولتی از ایران نفت نخره، اون دستی که اینها در بر روی مراکز معادن تولید طلا دارن شما حساب بکنید، ثروتی است بسیار نامحدود. وقتی
وقتی حساب میکنید که معادن طلایی که در ایران هست، معادن مسی که در ایران هست و دنیا نیاز به اینها داره و اینها دارن این رو نصف قیمت از طریق پاکستان، خیلی ها فکر میکنن که اینها دارن نفت و بنزین رو نمیدونم گالون گالون یا توی صندوق های نفتی یا توی تریلر های نفتی میبرن مثلا از پاکستان بفروشن. شما یک تریلر 20 تنی طلا رو وقتی وارد پاکستان کنی و بفروشی، میدونید تفاوت قیمت اون با تفاوت نفت چی هست؟ اینها دارن ایران رو به اصطلاح تکه پاره میکنن که ما هم میدونیم. بنابراین تلاش بر این هست، همون جوری که بایستی بدونیم، تلاش بر این هست که با ایجاد این سازمان هایی مثل مشابه سلطنت طلبه ها، و امروز صحبتی بود در همین برنامه خود شما، من دیدم یکی نوشته بود انقلاب سپید 14 یک دیوانه بیمغزی هست اومده اعلام کرده که ما 14 هر ماه بایستی بریم توی خیابون ها. ایشون چندین ویدیو هم پخش کرده بود، من اتفاقا یکی دو تا ویدیو ایشون رو ضبط کردم برای ثبت در تاریخ که اصلا معلوم نیست مغزش از کجا سرچشمه میگیره. ولی هدف همه اینها این است که آقا مردم ایران، نیازی به این که شما برنامه مشخصی در رابطه با سرنگونی رژیم داشته باشید نیست. نیاز این که شما نگاه کنید و ببینید که این نقطه ضعف و یا چشم اسفندیار دشمن کجا هست نیست. نیازی به این که شما ببینید پاشنه آشیل به اصطلاح این دشمن چی هست نیست. شما بریزید توی خیابون، اینها خودشون نیست، نابود میشن و فرار میکنن. اما اون چیزی رو که دشمن در حال حاضر در حال به اصطلاح این هست که ایجاد کنه، این هست که مردم رو در همین به اصطلاح حالت بهت و حالت ندانکاری و این که به چه صورت این رژیم رو بندازیم نگه داره. بعد نیروهای ضربتی خودش رو به زمانی که لازم شد به درون بفرسته، با یک همکاری از پیش ساخته شده با این رژیم ملاها. این ملاها میدونن که رفتنی هستن، اینها میدونن که غیر ممکن است با یک همچین سیستمی بتونن به زندگیشون ادامه بدن. بنابراین تلاش اجنبی در حال حاضر این هست که با آوردن برگرداندن همون پالانی هایی گذاشته و آوردن کسانی مثل ایرج مصداقی و دیگران که دفاع میکنن از اینها، افتخار آقای ایرج مصداقی، من اینجا اعلام میکنم زنده، افتخار آقای ایرج مصداقی این هست که در همون روزی به دنیا آمده که حاج پسر رضا پالانی، پسر یک دزد به اصطلاح قارتگر منابع مردم و یک شکنجهگر مبارزین ایران، یک آزادی کش مبارزین ایران به دنیا اومده و این رو برای خودش افتخار میدونه. به نظر من هیچ افتخاری در یک همچین مسائلی نیست و خواسته های مردم ایران خیلی بالاتر از اینجاست، اینهاست. و جنبش عدالت خواهی فقط مربوط و منوط به یک سازمان و یا یک شخص به خصوص نمیشه و عدالت خواهی مردم ایران از این رژیم مستبد، نه تنها به این رژیم بلکه به رژیمی که پایه‌گذار این رژیم هم بوده منتهی میشه و ما مطمئن خواهیم شد که یکایک اونها رو هم به پای به اصطلاح دادگاه‌های مردمی خواهیم کشان و سزای اونها رو هم خواهیم داد. زنده و پیروز. اگر سوالی هست را خدمتتون عرض کنم. ممنونم. شما توی صحبتاتون اشاره کردین به این که در اون زمان این آقا دانشجوها رو تشویق میکرده که بیان مثلا توی این راپله یا بیان طبقه دوم. این رو ما دیدیم حتی در موقع تظاهرات مردم که اون شعار رضا شاه روحت شاد، بعدن گفتن خود پاسدارا این شعارا رو میدادن تا دیگران هم به اصطلاح تکرار کنن، بعد فیلم بگیرن ازشون، بعد شناسایی کنن، وقتی هم میخوان محکومشون کنن تو دادگاه بگن این فیلم مال شما هست یا نه، اونم میگه بله، میگن خب بفرما شما گفتی اینجوری برانداز هست. و قشنگتر این بود که شما در رابطه با این پسر جوانی که فکر میکنه که شبیخون زده رفته میدون شهیاد یا میدون آزادی یه عکس گرفته، وقتی که شروع میکنه مثل حضرت مسیح صحبت میکنه بیایید زیر عبای من، حالا دیگه رفته یه پوتین و یه شلوار ارتشی هم از این، شما تو شیراز سر تل علافا یادت هست کجا بود؟ یه استادی ما تو هنرستان داشتیم میگفت این روپوشایی که تو خیابون داریوش به شما میفروشن برای هنرستان نیست، اینا برای دانشگاه هست، شما برین سر تل علافا شلوار و اوورکوت ارتشی بخرین به عنوان لباسکار. حالا این بنده خودم رفته، خب آدم وقتی هم لباس ارتشی میپوشه، پوتین میپوشه، یه حالت
چیزی بهش میاد، یه نیروی بهش میده. مثل شما اسلحه خالی هم دست یه نفر میدی قدرت. من دو سه بار براش نوشتم آقا خب تو کی هستی، کجا هستی، برنامه چیه؟ هی گفت من برم از رئیسم بپرسم، از رهبر. گفتم پس تو هم همینجوری شنگولی، هیچ کسی رو نداری. بعدم شروع کرد گفت که والا دو نفرم باشن خیلی خوبه، چون اگه در صورت خیلی ممنون که هم اینو شما گوش زد کردین، چون دوستانم نوشته بودن که قیام سپید 14 آبان من دیدم که الان چون سال 1400 خیلی ها رو 14 دارن چیز میکنن، به اصطلاح فوکس میکنن یا تاکید میکنن. حالا اونم میاد و میره، ببینیم چه خواهد شد. من بازم از شما ممنونم، امیدوارم از به اصطلاح هفته های آینده ما بیشتر شما رو داشته باشیم. میدونم این برنامه ما از جمعه آمده یک شنبه، یه مقداری مشکله برای شما، بالاخره وقتی هست که باید با فامیلی و اینها باشید، ولی ممنونم که میان وقتتون رو میذارید. من ساکت میشم، بازم اگه صحبتی دارید بفرمایید. خیلی ممنون که با ما بودید. سپاس از وقتی که به من دادید. فقط این مسئله رو من اعلام کنم که ببینید دوستان، تنها انقلاب پیروزمندانه ایران در 200 سال گذشته انقلاب مشروطه بوده و بسیار خوب اشتباهاتی درش هست و اشتباهاتی کردیم که به شکست انجامید و به اصطلاح دشمن بعد از 15 سال اون رو از چنگ مردم با یک کودتای نظامی به اصطلاح گماشته خودش از چنگ مردم در آورد. ولی راهی رو که ما رفتیم در اون زمان به پیروزی انجامید، اون اقتداری بود که اقوام به ایران میدادن و این اقوام هنوز در درون ایران هستن و اینها هنوز اسلحه رو دارن. ولی جنگ امروز ما یک جنگ تک فشنگی و تک به اصطلاح تیری و به اصطلاح خیلی ساده، ما یک قوم کوچک رو بندازیم در مقابل تانک ها و به اصطلاح هلیکوپترهای دشمن نیست، بلکه یک مبارزه بسیار پیچیده مردمی است و به تک تک جوان های ایران نیاز داره. جوان ایرانی یا بایستی بپذیره که 57 سال پالانی برش حکومت کرده و دزدیده تمام منابع مردم رو، 40 سال هم اینها اومدن دزدیدن و بردن و 50 سال دیگه هم این دو در کنار یکدیگر خواهند زیست و با همدیگه کمک خواهند کرد و منافع ما رو خواهند دزدید. جوان ایرانی بایستی بدونه هیچ آخوندی، هیچ مملکت فروشی، هیچ به اصطلاح کسی که بر مردم ایران ظلم میکنه نبایستی در درون ایران در صلح و آرامش زندگی بکنه. هنوز جوانهای ما کنار خیابون نیستن و میبینن که یک نمیدونم پاسداری میاد یکی از دخترهای ما رو تحویل میگیره، توی ماشین میندازه و من برمیداره میبره. این مسائل نبایستی اتفاق بیفته. هر ایرانی در توان خیش از سنگ ریزه گرفته تا چکاندن ماشه، نیاز نداره منتظر یک قوم و یا یک به اصطلاح سیستم سازمان به خصوصی باشه. بایستی ضربش رو به این آخوند بزنه که در جای جای ایران هیچ آخوندی جرأت نکنه با عمامش وارد به اصطلاح محلی بشه. ما هنوز راه بسیار درازی داریم، ولی دشمن هم بسیار مترصد ایستاده، با خریدن کسانی مثل آقای ایرج مصداقی، با خریدن کسانی که در درون تلویزیون میهن شرکت میکنن، آقایون شرکت کننده در تلویزیون میهن، ما به شما اخطار میکنیم یکایک شما رو افشا خواهیم کرد. یعنی شما در مقابل مردم ایران مسئول هستید که از منافع مردم ایران دفاع کنید، نه اینکه بیاید بگید که چون کسی دیگری نیست ما شخصی رو که خانوادتاً دزدیدن و بردن بنابراین جایگزین خواهیم کرد. اینها خیانت به مردم ایران هست. خیلی بایستی حواستون باشه و مردم ایران هم هرگز فراموش نخواهد کرد. زنده و پیروز. صحبتی ندارم. ممنونم از شما، به امید اینکه فردای بهتر در انتظار شما و تمام انسانهای خوب جهان باشه. خیلی ممنون که با ما بودید. مرسی. خب دوستان عزیز، با آقای فرزاد نیساری بودیم، صحبتهای ایشون رو شنیدید. نظرات خودتون رو در فیسبوک میتونید بنویسید. این برنامه ها به زودی از طریق یوتیوب در بایگانی منظم تلویزیون مردم، تلویزیون مردم اولین تلویزیون اینترنتی ایرانی و اولین تلویزیونی که شروع کرد بایگانی داشتن، چون حرفی که ما میزدیم ازش خوف و واهمه و ترس نداشتیم، دروغ نگفته بودیم، حرفمون رو عوض نمی کردیم. اگر اشتباهی هم کرده بودیم با شهامت با شجاعت میمدیم و به اصطلاح میگفتیم اینجا اشتباه کردیم، این مسئله درست نیست و
درستش رو به شما میگفتیم. بذارید یه زنگی دیگه بزنیم امروز یه شنبه، یکم بخندیم با این افراد لو لایف و ببینیم که اینا واقعا چی کار میکنن در جامعه. اینا کسایی هستن که وقتی هم ایران میرن خیلی پوز میدن که مثلا این، البته این شماره تلفن ها این روزا مهم نیست که 602 باشه، شما فکر کنی از تگزاس، ممکن از هر جایی باشه. بله اینم از این. خب من برای این بنویسم که خیلی پست فطرت هستی و برو دنبال کارت. اینم برای این. خوبی این تلفن ها اینه که با همه این مشکلاتی که برای ماها درست میکنه یه دکمه ای داره به نام بلاک، یعنی راهشو ببند، مثل یه پرده بمونه که شما اینجا داشته باشی بیرون نگاه کنی یه احمقی وایساده باشه اونجا مثل سعید بهوانی تنبونشو در آورده باشه. شنیدم تطلع هم شلوارشو در آوردن. خب اینم دیگه یه رسم شده. و ممنونم از آقای اکبری، ایشون توضیح داد که این کلمه کوسخول یا کوسخول، این هم مثل کوس رسوایی و اینها، اصلش از اون کلمه میاد. حالا بعد من نگاه میکنم ببینم که میتونم جایی پیدا کنم یا نه. و باز آقای اکبری میگه که از منطقی ترین و زیباترین سخنانی که تاکنون شنیدم راجع به کودتای سوم اسفند بود که شما اشاره کردید بر علیه قاجار نبود بلکه بر علیه مشروطه بود. خیلی ممنون هم از شما که با ما هستید و دقت میکنید، هم از آقای نیساری که با ما بودن. جفتش درست هست. آها بله، در رابطه با اون چیزی که ما گفتیم تلفنایی که به اصطلاح اسکم هست یا ایشون گفته بودن پرانک، آقای رهایی من فکر کنم پرانک هدفش سوء استفاده شخصی مالی اینا نیست، هدفش یه شوخیه. حالا دیگه شوخی بیمزه و اینا همه رو میزنیم یه کنار، اون بحثمون نیست. ولی اسکم، طرف صبح که بلند میشه میگه من امروز زنگ بزنم با آقای رهایی بگم آقا ماشینت پنچره تو پارکینگه، میخوای من $50 بده وقتی اومدی درستش کنم، اون هدفش با این هدف کلاهبرداری اسکم و اینها شروع شده. درصد ممنون و متشکرم و خیلی خوشحالم که با شما، خانواده شما به اصطلاح سالهاست دوست و آشنا هستم. مدتی ما رفت آمد نداشتیم به دلیل این مشغولیات زندگی. امیدوارم باز بتونم شما و آقا سعید و دیگران رو ببینم. خب دوستان، من گفتم امروز میخوام بهتون چند تا خبرم نشون بدم. صبح از خواب که بیدار میشید هم به ما لطف کنید هم به خودتون، به جای اینکه هی بینید از این روزنامه به اون روزنامه، بیاین اینجا مردم tv.com، من الان براتون باز میکنم. وقتی میاین مردم tv.com که شکل و قیافش اینه، و این را هم خود من با وجودی که دانش آنچنانی از اینترنت نداشتم، این جعبه ها رو اینجوری بذار رو نمیدونم این کارو بکنه و اون کارو بکنه و اینها رو خود من از روز اول به اصطلاح این ورش فارسی بنویس اون ورش انگلیسی بنویس، اگه توجه کنی اون ور که فارسی دست راسته این ور که انگلیسی دست چپه، باز تنها اینترنت و صفحه هستیم که هی شما رو تو کوچ پس کوچه ها نمیچرخونیم. همینجا تلفنمون هست، همینجا ایمیلمون هست، همینجا یوتیوبمون اون بالا هست، فیسبوکمون هست، توییترمون هست، و از همه مهمتر دو تا به اصطلاح دکمه یا آیکان گذاشتیم برای همیاری. شما رو هر کدوم از اینا اگه با انگلیسی راحت ترین این دست چپ، اگر با فارسی روی سمت راست، ولی میبردتون توی یک صفحه. اونجا می‌نویسه چند میخواین بدین، چند میخواین بگیرین، خودتون دیگه چیز کنید. اینجا هم آگهی های شما هم میتونه مثل آگهی سمس پیتزا اند کافه یا مثل این اندیشکده آگاهی هست. امیدوارم با بتونیم به زودی آقای لادن رو هم داشته باشیم، کانون آوا،
این والنتاین موتور اینا میاد اسلاید دور میزنه، ولی هر کدوم شما همون موقع روش کلیک کنید شما رو میبره به اون صفحه. ولی اون چیزی که من خواستم راجع بهش صحبت کنم این صفحه اول روزنامه های ایرانه. یکی از محاسن ماشاءالله برنامه ما خیلی محاسن داره، یکی از محاسنش اینه که حالا دیگه چون روز جمعه نیست روز یک شنبه هست، صفحه های اول روزنامه های ایران رو میتونیم داشته باشیم و جمعه نیست که تعطیل بشه. مثلا آرمان ملی میگه نگویید استقراض نکردید، مدیر امنیتی را به مدیران فنسالار ترجیح ندهید. آسیا میگه خروج 171 میلیارد دلار سرمایه. آفتاب یزد میگه لزوم لغو استخدام دختر نماینده مجلس و ابرار میگه این بله. کم کم هم من دارم میرسم به ساعت 3:30، 90 دقیقه با شما بودم هیچی، 20 دقیقه هم قبلش بودم، 110 دقیقه. در هر صورت صفحه مردم تیوی دات کام رو یک نگاه کنید اگر دنبال این هستید که یک پلتفرم خبری داشته باشید. مردم ریپورت دات کام مردم ریپورت دات کام هم از سال 2009 تا همین امروز هست. چیزی که هست من به دلیل اینکه خیلی گرفتار هستم، کار دارم و اینها، اونجا خبر نمیذارم. شما با دوستانتون اگه دنبال یه جایی میگردید که اسمش آسون باشه، مردم یاد گرفته باشن اینها، من مایلم مردم ریپورت دات کام رو به اصطلاح منتقل کنم به دیگران. ولی مثل روح الله زم بچه آخوند مفتخور نباشین که دو بار با اسکایپ زنگ زد آقا حالا بیا به ما بده مجانی بعدن ببینیم چی میشه. خب شرکت کننده ها هم با تتلو ترانه ها را با فوش میخواندن. خب آقا این که عجیب نیست، کسی که میره اونجا هوادار اونه و قرار نیست که ما به اونا بگیم شما نرین اونجا نخونین چون من خوشم نمیاد. شما نرو، شما نری دیگران نرن، اونا میرن که 4 سال دیگه هم از سنشون از اون حد و مرز میگذره و این بدبخت احمق مونده با این همه خال که از مغز سرش تا پایین پاش زده. یه بار توی برنامه من گفتم که اینها از خانواده به اصطلاح درست حسابی نمیان، خودش بارها گفته بوده باباش نمیدونم جدا شده فلان، دیدید همین بهبانی تو چیش نوشته که نمیدونم ننش جدا شده بعد رفته کار به هیچ. دوستان عزیز اجازه بدید برنامه امروز همینجا تموم کنم و برنامه های آقای حسن ارشاد رو به غیر از اینکه هفتگی ارسال میکنم ما پخش میکنیم، یه مصاحبه 2-3 قسمتی رو هم فردا براتون از کلاب هاوس ضبط کردن اینها که اونها رو هم پخش میکنیم. در تلویزیون مردم به خاطر اینکه خودمونی هست و خیلی خلوته برنامه ها روزی چند بار پخش میشه، یعنی این بهترین فرصت برای شما اگه میخواین آگهی بدید، اگه میخواین فیلم پخش کنید، چه جایی بهتر از اینجا. یادتونه شبخیز و دیگر تلویزیون ها انقدر آگهی داشتن که مجبور شدن یه تلویزیون دیگه نشون بدن؟ ما انقدر کم هست مثل مدرسه خصوصی، مثل درس خصوصی، معلم میاد سر کلاس به 2 نفر پسر عمه و نمیدونم پسر دایی درس میده، نه به 40 نفر همشون خواب باشن یا بهشون بخوان اذیت کنن و اینها. در صورت تلویزیون مردم، مردم تیوی دات کام و مردم ریپورت دات کام رو نگاه کنید، فیسبوک رو نگاه کنید، اونجا چی بنویسید با هم صحبت میکنیم. و اگر اینقدر شهامت داری، شجاعت داری، فهم و شعور داری و فکر میکنی چیزی بلدی، بدبخت، بیچاره، احمق، اسکل، لازم نیست زنگ بزنی انگلیسی حرف بزنی بعد با فارسی. مثل آدم زنگ بزن. اون آقایی که از سوئد زنگ زده من از ممنونم، نظر شما اینه که اینجوری صحبت کنه، شما یه سفر بیا آمریکا برگرد و ببین دیگه تلویزیون سوئد رو میتونی تحمل کنی؟ یک سفر بیا آمریکا 6 ماه بمون، برگرد ببینم دیگه تلویزیون لس آنجلس رو میتونی تحمل کنی؟ یه ماهی تلویزیون مردم رو تماشا کن بعد ببین تلویزیونایی که بهت دروغ میگن میتونی تماشا کنی؟ ولی من همینم که میبینی. آمریکایی‌ها باز یه چیزی دارن میگن what you see is what you get، همین چیزی رو که میبینی همینو میتونی داشته باشی، گندم نمای جو فروش نیستیم. خیلی ممنون دوستان. و این برنامه ها رو در ساعات تکرار و اینها هم میتونید با به اصطلاح با دوستانتون باز
چی میگن شیر کنید با اونها هم سهیم بشید. روز روزگار بر شما خوش، با امید فردایی بهتر. مرسی.